اینا جان سلام سلام، چقدر خوشحالم که تو پروژه ای به پروژه آدم ها ریاضیات خوش اومدی. من الان که این ویدیو رو داریم ضبط میکنیم پیشتین تمام شده، پستاک هم هنوز شروع نشده. در این ترانزیشن بین پیشتین و پستاک یعنی آفیشالی هیچ کاری الان دارم نمیکنم. حالا بریم که من داستان حالا از کودکی شروع کنم، ببینیم به کجا میرسه. من مرداد 74 تهران به دنیا اومدم. بعد خب بچه هم که بودم خیلی اصلا قبل اینکه برم مدرسه نقاشی خیلی دوست داشتم، یعنی مثلا همش گوشه داشتم من خودم نقاشی میکردم. بعد یه بعد از ظهری هم که مامانم دراز کشیده بودش برای من یه مجله میخون، این داستان بچگی کمال الملک بود که مثلا چجوری به نقاشی علاقه من شده و بعد مثلا شروع شده درشون مثلا که تصویری که بخواد نقاشه، ولی خیلی در من تاثیر گذاشته. منم یعنی یه جوری این جرقه دارم خود که خیلی جالبه، شاید من بتونم مثلا یه روز نقاش بشم. بعد و این همیشه علاقه هم آقا بود، خب مشخصا نقاش که نشدم به جایی درسی، ولی علاقه همیشه آقا بود. یعنی بعد هم رفتم مدرسه مثلا خوندن نوشتن یاد گرفتم، مثلا خیلی شعر میخوندم، شعر میگفتم، متن مینوشتم، کار بسته اینا. این علاقه اول من اولی چیزی بود که خیلی دوست داشتم. بعد که دیگه رفتم مدرسه مثلا خیلی، یعنی خب ریاضی خیلی زود این هنره تبدیل شد به یه مثلا علاقه جانبی و مثلا هی بیشتر هی کم کم بیشتر اون مثلا ریاضی برام مثلا درس جالب که مثلا اگر دارم برسن چه درسی دوست داری میگفتم که خب مثلا تو مرسه ریاضی دوست دارم. من نمیگم یه علاقه عجیب غریب، ولی نسبت به مثلا دیکته و درس دیگه مثلا خیلی برام ریاضی درس ملموس تری بودش. بعد و مثلا دیگه پنجم دبستان دیگه این خیلی برام واضح شده بود که مثلا این درس مورد علاقه منه و اینا. بعد من یه شانسی که یه خوش شانسی که در زندگیم داشتم این بود که خب من یه خواهری دارم که 5-6 سال از من بزرگتره و همیشه، یعنی همون موقع تا همین خیلی حواسش به من هست، خیلی به حس مسئولیت میکنه، خیلی تشویقم میکنه و مثلا سعی میکنه که اینا راه نمایی میکنه تو همه چی اینا. بعد اون موقع مثلا خواهرم به خودشم خیلی خواهرم خیلی در مثلا اون موقع خیلی درس خون بود، خیلی علاقه من بودش و بیشتر اوقات هم ما با هم وقت میگذرونیم دیگه، تو خونه همش با هم بودیم. بعد اینجوری بازی میبود، مثلا میمد برای من یه تختم داشت، اون میشست مثلا یه چیزی رو توضیح میداد، حالا همه درس های مختلف. بعد و مثلا خب سر چیزهای مختلف، یعنی مثلا هم مثلا پنجم دبستان که بودم یادم که اصلا ما امتحان تیسوشان مثلا مدرسه ورودی که داده بودیم من مرحله یک قبول شده بودم و خب من بچه شیطونی بودم، این درس هم میخوندم ولی قاطی همون شیطنت ها و اینها. و خواهرم مثلا ما من نشون گفت ببین تو اگه مثلا الان درس بخونی مرحله دو قبول شی مدرسه خوب بری مثلا خیلی برای آیندت خوبه، یا مثلا بشین بخون. مثلا با هم خیلی از این صحبت های اینجوری میکرد و مثلا اون باعث شد که من خوب با فرزانگان مثلا برای مهمتر بشه، حالا مثلا خوندم قبول شدم. بعدا که حالا تو مدرسه هم بودم مثلا راجع به خب مثلا همیشه بالا سرش یه سری کتاب بود، مثلا یه کتاب ریاضی، فیزیک، مجله های نجوم بود، کتاب داستان اینا. و مثلا خیلی هی با هم جایی که حالا اینا رو توضیح میدم مثلا خیلی سعی میکردین مثلا ذوقی که خودش به علم داشته مثلا بشینه برای من توضیح بده، مثلا یه جوری به من منتقل کنه این علاقه رو اینا. و خب مثلا اولمپیاد و اون با من چون مثلا بزرگتر بود اومد مثلا برای من سری داستانای اونا رو گفت، اون موقع مثلا خوش سری داستانای از مریم میرزاخانی و رویا بهشتی اینا خوند و مثلا اومد اونا رو برام تعریف کرد و خب بیشتر وقت همش با هم بودیم. و مثلا به این دلیل من هی مثلا با این انگار به چیزهای مختلف آشنا میشدم از طریق خواهرم. ترجمة
بعد که دیگه رفتم مدرسه، خب فرزانه من خیلی دوست داشتم. وقتی که راهنمایی وارد شدم، اون موقع من کتاب های هری پاتر میخوندم، خیلی دوست داشتم. مثلا حس این بود رفتم هاگوارتس، چون مثلا اولین باری بود که مثلا من مدرسه ای بودم که آزمایشگاه داشت، کتاب خونه داشت، اینا مثلا خیلی ذوق اون مدرسه رو داشتم. بعد توی راهنمایی که بودم، یه مثلا اون اول راهنمایی که وارد شدم، مثلا تا مثلا 3 سالی که راهنمایی تو مدرسه بودم، چون دبیرستان یه جای دیگه بود، یادم یه نکته ای که من اونجا از اون مدرسه گرفتم که خیلی برای من مفید بود، حالا من یکم با احتیاط میگم، چون که شاید یه چیزی نیست که لزوما میخوام به بقیه پیشنهادش بدم، ولی برای من یه چیزی که خیلی آموز، یعنی به من کمک کرد، بود که من توی اون مدرسه مثلا به این نتیجه رسیدم که لازم، یعنی خودم برای خودم حس میشد، به اعتماد به نفس رسیدم که اصلا لازم نیست دادم درسش تو همه چی خوب باشه. یعنی من یادم وقتی که سوم راهنمایی بودم، مثلا خیلی آزادی داشتم که خب من هر کاری دوست دارم میکنم. یعنی مثلا اگه میام خونه دلم میخواد کد بزنم، میشینم مثلا کامپیوتر داشتیم، مثلا من جالا بودم کد رو میزنم، چون مثلا همه درس ها، همه کلاس ها همیشه یه سری مثلا امتحان های کوچیک کوچیک دارن، هر جلسه یکی میخواد مثلا یه پرسشی به پرسه، مثلا اگه میدیم مثلا، و من قبل میشتا فیلم که حالا باید مثلا همه اینا آماده بشه، و اون مدرسه نمیدونم حالا تلاش یه سری معلم بود چی، و این قرار من مفید بود. حالا این چیزی هم نیست که بخوام مثلا نسخه ای که بخوام به کسی دیگه تجویزش کنم، ولی برای من این به یه اعتماد به نفس خاصی از اون موقع داشتم که حالا مثلا این درس رو اصلا لازم نیست مثلا همه درس ها رو بخونم، اگه موقع امتحانش میشد میخوندم، ولی اگه مثلا امتحان آخرش رو میخواستم نمره رو خوشه، اگه مثلا در طول سالی آزادی داشتم که دیگه این اون کاری رو بکنم که اینجوری انگار دوست دارم. مثلا اگه یعنی بدم درم خواست نقاشی بکشم، میشستم توی یک کلاس آزادم داشت، من مثلا درم نقاشی رو صورت میگرفتم اونا رو، مثلا میشستم خیلی دوست داشتم. مثلا ولی بارایی بود که رو بوم شروع کرده بودم یاد گرفته بودم نقاشی، خب مثلا میومدم مثلا کل بعد از اون یه نقاشی شد میکشیدم. و این هم که میگم خیلی تئوری، یعنی مثلا واقعا من یادم میاد اون موقع مثلا ما یه امتحان ورودی داشتیم، مثلا راهنمایی به در میرسه، اما چند تا امتحان آزمایشی گرفتم، و من یادم که مثلا اولین امتحان آزمایشی که بود، من مثلا خیلی برام مهم نبود، بعد اصلا هم نخوندم، مثلا ما 100 و هر پای 150 نفر بودیم، مثلا 10 نفر آخر شدم مثلا اون امتحان، و مثلا حتی جوابش هم خیلی اصلا ناراحت نبودم، و یعنی حتی حس بدی کنم، یعنی یه حس انتخابی، نمیدونم، یه اعتماد به نفسی بود که حالا من اینو نخوندم، خوبم نشدم، اگه مثلا اونی که دوست دارم رو میخونم، حالا اون برام مهم میشه. بعد که دیگه راهنمایی تموم شد، هم تابستون راهنمایی به دبیرستان که شدش، من هم اون تابستون یه رو مثلا تصمیم گرفتم دیگه مثلا جدی بشینم ریاضی بخونم. مثلا این تصمیمه که آدم دیگه من فردا پومیشم این کارو میکنم که برای من هیچ وقت هم جواب نمیده، آدم یه بار شانسی جواب داده، یعنی مثلا به خودم یه خیلی تصمیم میکنم جدی بشینم مثلا یاد بگیرم و بخونم و اینا، مثلا برنامه ریختم و اینا، و مثلا شروع کردم کتاب هایی که خواهرم داشت، مثلا از یه سری مثلا هرچی کتاب دستم میومد شروع کردم خوندم، مثلا کتاب های خواهرم بود، مثلا دایی کتاب خونه داشت، دایی کوچیکم مثلا بهش سپردم، گفتم هرچی کتاب ریاضی جالب داری بیا، کسی کتاب قدیمی پرویز، ترجمه های پرویز شهریاری بود که خیلی کتاب جالبی بود. بعد دیگه مثلا اون تابستون یه مقدار زیادی مثلا هم بیشتری پراکنده خوندم. بعد که مدرسه شروع شد دبیرستان، ما خب کلاس های المپیاد داشتیم، یعنی کلاس های المپیاد برامون همه درس ها نبود، ولی یه درس ها برامون کلاس المپیاد ترکیبیات گذاشتم، و من همون مثلا اون کلاس رو که رفتم، همون جلسه اول، خب خیلی همون جلسه اول خیلی جمعیت زیاد بود، این هم وایسا دارم همه که رفتم چون معلم بودم، مثلا من میخوام خیلی جدی المپیاد بخونم، میخوام مثلا طلا 1 بشم ریاضی، من اون معلم آقای پیشنماز بود. بعد خب
و بعد آقای بیشناز هم خیلی به من کمک کردن اون سال، یعنی مثلا کلی کتاب های خوب به من معرفی کردن، اگر مثلا این سری کتابشو من پیدا نمی کردم برام مثلا خودشون می گرفتن و حتی بهم می گفتم مثلا این سوالش رو می خواهید فکر کنیم، مثلا من خودم خیلی پیگیر بودم، مثلا همه رو می شستم، یعنی خیلی خوشحال بودم که مثلا یه چنین سورسی پیدا کردم و مثلا همه اون کارهایی که می گفتن انجام می دادم. و از اینجا یه جورایی این دبیرستان من اون 3 سال به خصوص هم اول دبیرستان بهترین روزای زندگی من بود و یه دلیل شده که مثلا من فکر کنم اونجا مثلا یه سالی بود که من مثلا اولین بارا بود یه جوری مثلا خیلی بیشتر خودم رو داشتم، مثلا چیزی که دوست دارم و مثلا داشتم کشف میکردم و خیلی برام هیجان انگیز بود. مهمترینش هم همین ریاضی بود، یعنی من همون اول دبیرستان که دیگه اینا رو شروع کردم این کتاب ها رو خوندن و مثلا سوال ها فکرم یه هی علاقه من تر هی مثلا بیشتر ذوق میکردم و هی مثلا بیشتر میخوندم دیگه، یعنی دیگه یه زمانی مثلا همه فکر و ذکرم شده بود، یعنی از صبح که پشم تا شب مثلا این که مثلا به سویا به سوال فکر کنم یا یاد بگیرم دیگه، از یعنی واقعا یک دل نصد من دیگه عاشق ریاضی شده بودم اون موقع ها. من مثلا از خیلی جهات هم برام جالب بود، حالا مثلا جز اینکه یه کاره مثلا یه بازی بود، هم چلنجین بود، هم قشنگ بود، مثلا همه اینا بود، آدم مثلا سوال همیده خود بزرگ میکرد، همه اینا بود، ولی یه چیزی که خیلی برام موقع مثلا معنی دارش میکرد این بود که من مثلا این کتابی که آقای پیشنهاد به معرفی کرده بود یه کتاب بنفشه‌ای بود، اسمش مقدمه‌ای بر نظریه اعداد، مال نشر دانشگاهی رو بکنم، مال برتن اگه درست مثلا پرونامتش کنم، و من این کتاب اولین بار داشتم نظری اعداد میخونم، خیلی هم این کتابی استایل خاصی داشت، من بالای هر فصل یه جمله یه دانشمندی میخونم، مثلا جمله های عمیقی بود، مثلا فکرش بود که به گاس، به یه جمله گاس اشاره میکرد که من یادم بوده که مثلا میگفت گاس گفته که ریاضیات ملکه ریاضیات حاکم همه علومه و نظری اعداد ملکه ریاضیات، حالا کتاب که خوش نظری اعداد، این جملات اینجوری خیلی محکم و مثلا به انگار که به یه جوری به من حس رو میداد که چقدر این مثلا این نظری اعداد اون جنس ریاضی مثلا انگار اولین بار رو داشتم میچشیدم، این حس رو میداد که چقدر اینا حقیقت عمیقیه، یعنی این اصلا به من یه ساتیسفکشن میداد که مثلا انگار نه چقدر حقایق جالبیه مثلا راجع به دنیا انگار من دارم، مثلا این قضیه هایی که دونه دونه میخوندم و اینا، که یادم مثلا یه بار یه شب این رسیده بودم به فصل که توش یه قضیه بود که میگفت مثلا اعدادی که به شکل x تو به علاوه 1ن همه عوامل اولشون به شکل 4 تا به علاوه 1 میشه، مثلا 4 تا به علاوه 3 نداره، و من یادم که اصلا اینو من خونده بودم شب، حالا یاد گرفته بودم اثباتشو مثلا دیده بودم و خوابیده بودم، بعد صبح پاشو دادم منتظر بودم سرویس بیاد دنبالم، یعنی انقدر این تو ذهنم حک شده و یادمه که من همجوری به کوچه نگاه میکردم و خودم میگفتم خدایا آخر چقدر این قشنگه مثلا چقدر، و یه حس خوشبختی میکردم که مثلا ما الان داریم که انگار خدا رو شکر که من مثلا دارم توی این دنیا زندگی میکنم و مثلا یه راهی هم اینا رو میفهمیم چرا اینجوریه، اصلا مثلا اینجوریه، و مثلا من خیلی اصلا در یک ذوقی بودم دیگه اون سالها که مثلا شوید همون به خصوص میگم اول دبیرستان چون خیلی برام تازه بود همش. و خب و یه سه چیز دیگه هم بود که این باعث میشد که من مثلا اون روزا رو خیلی دوست داشتم، مثلا دومین چیزی که من خیلی دوست داشتم اما باشه شد والیبال بود، ما مثلا یه حیات کوچیک داشتیم با همین دوستان وای میسادیم والیبال بازی میکردیم و مثلا هر زنگ تفریح صبح میرفتیم، یعنی اصلا کنم باهم انرژی یه چه عجیب بود، آن همین ترکیز نوجوانی و مثلا یه عشقی که من داشتم مثلا کارایی که میکردم، اصلا انرژی من تمام زنی، مثلا صبح میرفتیم والی مثلا 7 شدیم 7 سرویس بدم، تو سرویس یا داشتم به ریاضی فکر میکردم دوباره، یا مثلا یه آهنگ گوش میدادم و مثلا میرسیدم اونجا والیبال بازی میکردیم تا کلاس شروع شد، تو من شیطونم بودم میکردم سر کلاس ها مثلا اینجوری نبودیم بشینیم درس گوش بدیم، یه خود کلاس های دوران شادی بود مثلا کلاس های عصر که بود تا 2 بود 3 بود اینا،
مثلا خیلی خوش میداد و هر زنگ تفریح ما دوباره تو همون حیاتی که ما موقع حیات کوچیک بود، چون مدرسه مثلا 600 تا دانش آموز داشت، ما فکر کنم مثلا یه حیات کوچولو، ما همینجوری مثلا رو سر بچه‌ها والیبال بازی می‌کردیم. الان اما شاکی، یعنی فکر کنم اول دبیرستان مثلا انضباط ما همه کمتر شد تو کلاسمون، سر اینکه ما همه چیز توپ زیر بغل ما، مثلا ناظم میومد زنگ که میخوام میگم این حیات بریم بیرون، ما میرفتیم تازه حیات پشتی مثلا تا اینکه چند دقیقه هم طول میکشید اونجا بیان گیرمون بیارن، یعنی دیگه بعد همش بازی. و تازه مثلا سه میشد مدرسه تموم میشد، من اصل مثلا حال خوبم شروع میشد چون کلاس المپیادا بود و مثلا میرفتیم اون موقع سر کلاس مثلا تا عصر دوباره سوال فکر میکردیم و اینا چیز یاد میگرفتیم و مثلا که اصلا کلام خیلی خوش میداد، مثلا معلم هم خیلی همه خیلی بامزه بودن و ما خیلی شوخ تر بودیم که اصلا جدی اصلا مثلا اون جو اینجوری نبود. و بعد مثلا میمیدیم خونه، من دیگه مثلا الان خودم رو تصور میکنم دیگه در این نقاط مثلا دیگه بعد میدیم مثلا دیگه به خوابم رفته یا مثلا هیچ انرژی ندارم، ولی اون موقع من مثلا تازه میمدم خونه، مثلا اگه 8 رسیده بودم خونه مثلا بشینیم باز 2 ساعت درس بخونیم، مثلا یه سوال هم کنیم مثلا یاد بگیریم، و بعد که دیگه میرفتیم بخوابیم اینجا هم تمام نمیدیم، من میرفتم بخوابم تازه مثلا یه کتاب ریاضی هم بالا سرم برم داشتم، حالا یا مثلا یکم میخوندم قبل خوابم، عادتم بود یه سوال میخوندم، یعنی یه سوال روش رو میخوندم میخوابیدم، مثلا این بودش مثلا یه تیپی که یه روز مثلا اول دبیرستان من. بلکه دیگه خلاصه سر مثلا خیلی سر یعنی همین کلاس های المپیاد و اون درس ها و اینا خیلی رو من خوش میگذشت، ولی حالا که مثلا این یه قسمت بس سال، یعنی اینو بگم که حالا این یه قسمت جالبش بود که خب خیلی خوش میگذشت و داشت یاد میگرفت، ولی خب المپیاد یه جنبه دیگه هم داشت دیگه، یه بود خیلی کامپتیتیو بود، یه رقابت خیلی جدی بود، بعد استرس داشت کلی، ما امتحان برمیدادیم مثلا پشت سر هم یا آخرش هر هفته امتحان داشت، بعد مرحله 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 یک مرحله دو مرحله، یعنی یه برای رقابت جدی بود برای خودش، و خب اونا برای من خیلی هم سخت، یعنی اینجوری نبود که، یعنی هر کدوم برای من خیلی زمان گرفت، یه اسکیلایی بود که مثلا آدم من یاد میگره و من فکر میکنم خیلی مهمه. حالا اینو اینجوری گفتم چون یه موقع یه دید منفی به این چیزا وجود داشت، یعنی من چه بعدا تو دانشگاه میدم چه تو مدرسه که مثلا بعضی انگار که جوری بودن که مثلا انگار المپیاد یه چیزه با این چیزای مجموعه این چیزایی که داره مثلا ریاضیات اصل ریاضیات واقعی یه چیز خیلی به چجوری ارزشمندتری از اینه، این چیزا خیلی بچه بازیه مثلا، ولی خب من خودم تجربه ای که داشتم این بود که یه سری این اسکیلا خیلی مهمه، یعنی هیچ وقت یقه آدم رو ول نمی کنه، مثلا ما یه چیزی که با مهم بود تو امتحانا خوب بنویسیم که مثلا میخوایی نمره بگیری استفاده یه جوری بنویسیم مصاحب بفهم، خب این که همیشه هست، یعنی شما همیشه وقت این ریاضی کار میکنی یه قسمتش اینه که این چیزی که فکر کردین چجوری بگید بگین چجوری تو مقاله بنویسین چجوری ارائه بدین، و خیلی اسکیلای خیلی دیده اینجوری که انگار با آدم همیشه میمونه و این آدم بعد یه زمانی یادش بگیره، یعنی نه مثلا یعنی آدم ها بل نمی کنه. و من خودم مثلا یه چیزش استرس بود، من سال دوم که المپیاد مثلا قبول نشدم سر اینکه سر جلسه استرس گرفتم و اصلا مثلا روز اول رو بد دادم، بعد دیگه قصد داشتم روز دوم اصلا نتونستم هیچ تلاشی بکنم، و این هم خب خیلی مهم خیلی پیش می اومد، مثلا شما 4 ساعت امتحان بود یه سوال رو مثلا 1 ساعت فکر میکردی به هیچ نتیجه ای نمیرسیدی و مثلا باید مثلا دوباره اینجور خود رو جمع جور میکردی بر میگشتی و اون سواله مثلا دوباره روحیت رو به دست میابردی، و این یه چیز جدیه تو ریاضی به نظر من. حالا مثلا اون اسکیلش درسته که لیمیتد امتحان 4 ساعته، ولی خب این یه انگار ذات ریاضی همینه دیگه، شما یک چیزی میبینی هیچ چیزی نداری و تیلی هیچ چیزی نداری و یه جای ایده میاد و تو مثلا بعد این مسیر رو یکم تمرین کنی و خب از نظر منتالی باید خود رو یکم آماده کنی که مثلا این مسیر رو بریم. بعد اینکه من میگم مثلا شروع علاقه جدی المپیاد به ریاضی و مثلا خیلی نوع چجوری فکر کنیم و اینا واقعا از همون سر المپیاد برای من شروع شد.
من اون سال دوم که قبول نشدم ریاضی، به جاش المپیاد کامپیوتر قبول شدم. بعد خیلی شانسی بود، یعنی مرحله دوش تئوری بود، بعد خب تئوریش با ما مشترک بود، من اون رو قبول شدم. بعد یه وقت خیلی کمی داشتم واسه کدینگ، یادم که سری دوستای سال بالایی بهم کمک کردن و یاد دادم مثلا چند تا از الگوریتم اصلی رو. گفتم من دیگه شانسی، مثلا همونام هم اومد و من سهستش رو قبول شدم، مثلا رفتم تو دوره کامپیوتر و اونجا هم خیلی برای من مثلا دوره یه خیلی متفاوت بود. اولا اینکه جو کامپیوتری ها خیلی روحیت و اینا یه متفاوت، آدم های مثلا یه جورایی حالا مثلا اون زمان ما مثلا حسی که شیطونتر و شادتر و اینا بود، اینش جالب بود. هم همین که اون مثلا خیلی توی بازه خیلی کوتاهی کلی چیزای کامپیوتری باید یاد میگرفتم، چون مثلا تو کلاس تو کسایی با کسایی بودم که مثلا اینا دو سال یه سال یا دو سال واسه اون چیز آماده شده بودم، خب من صفر صفر بودم و این باشه مثلا توی بازه خیلی کم مثلا خیلی چیز یاد گرفتم توی اون دوره و از این جهت خیلی برام جالب بود. ولی خب یه خاطره تلخی که از اون دوره دارم، اون کسی که به من کمک کرد یاد داد یکی از دوستان بود که پونه گرجی بود که مثلا اونجا بودش و مثلا انگار که با این کسی دوره کامپیوتر برای من همیشه مثلا این چیزای خوب داشت، خیلی برای من یعنی این جهت خیلی دارک بودش. و همسرش هم آنش کوزرمی تو همون دوره من باش داشتش، اونم لمپت کامپیوتری بود تو همون دوره تابستون که بودم، اونم توی همون کلاس بود و من ناخودآگاه چون دوست صمیمی پولم با من توی دوره بود، اما مثلا همش چون این دوره همش با هم در ارتباط بودم، اما مثلا هر روز اون تابستون ما ستا انگار مثلا با هم در ارتباط یا داشتیم با هم سر کار همش با پونه چت میکردیم مثلا بعدش. و خب و اصلا کلا چون المپیاد هم که من میخوندم کلا من کمک میکرد، چون سال بالایی من بود و مثلا یه داره که اونم مشکل مثلا سر این تجربه های سر مثلا استرس داشت خیلی من راه نمایی میکرد، چون من خودم مثلا سر استرس تموم نشدم و اینا. و خب این مثلا خیلی خیلی چون میگم اون روزا برای من مثلا یکی از بهترین روزای زندگیم بود، وقتی اون خبر بشه اینا خیلی برای من از اینجا سخت بود، چون انگار که انگار که یکم مثلا اون نمیدونم چی جوری بگم، چون همه اینا مثلا این کانکت بوده یه روزایی که خیلی هم برای من اون خیلی شخصی میشه، خونه خیلی نزدیک بود، ولی این متاسفانه اتفاقات مثلا تلخم افتادش. بعد دیگه خلاصه حالا من داستان المپیاد تموم کردم، دیگه من رفتم و همون مثلا مدالی هم که میخواستم مثلا هم طلایی که میخواستم شدم و اینا، پیش دانشگاهی شروع شد، یعنی ما مثلا مدرسه تموم شد المپیاد تموم شد و ما میخواستم وقتی که طلا میشدیم میفرستادن اینجا مثلا باشگاه دانش پژوهان یه سال که بعدش واسه جهانی آماده بشیم، مثلا کلاسایی داشت و اولش اصولا اینجوری بود، مثلا اولش یه کلاسای ریاضی دانشگاهی به ما میدادن مثلا مستقل از المپیاد، بعد که دیگه نزدیک تشم میشد دوباره کلاسای جهانی به المپیاد بود و انتخاب تیم میکردن و که میفرستن جهانی. بعد باشگاه داشت جان، اولش اون باشگاهی که من مثلا دور کامپیوتر توش بودن یه ساختمون خیلی قشنگی بود، یه حیاط بزرگی داشت، زمین فوتبال داشت، زمین بسکتبال داشت، اصلا یعنی مشخصا یه ساختمونی بود که اصلا برای این کار ساخته شده بود، مثلا مدرسه بودن یا چه جایی بودن ساخته شده بود. یه سردر بزرگ داشت که مثلا نشسته بود باشگاه داشت پژوهان و اینا، خیلی جای با ابهت خوبی بود و من از اول وقتی دوست داشتم دارم دوره کامپیوتر مثلا خیلی ذوق می‌کردم، هر کی اصلا هر روز می‌رفتم اونجا خوشم می‌اومد. ولی اینا من اصلا نمیدونم چرا یوهو این ساختمون اصلا این ساختمون رفت، اصلا باشگاه رو فرستادن یه خونه یه قدیمی اصلا یه جای دیگه مثلا تو جردن که اصلا یه حیات کوچیکی خیلی بیدر و پیکر دیگه مثلا اصلا خیلی کوچیکتر و اینا. مگه من دوره اون یه سال پیش دانشگاهی ما من میگم این ساختمون جدیده و اصلا اون سال یعنی برای من خیلی که از بدترین سال هم بود، یعنی اصلا یه فضا اول اینکه خب من محیط خودم خیلی عوض شد، یعنی من تو مدرسه که مثلا اینقدر میگم خوش میگذشت و همش والیبال و با دوستان، اصلا میگم مثلا 600 تا دانش آموز داشت بودم فکر کنم اگه اشتباه نکنم،
و مثلا فرض کنید من 1000 تا دوست دارم باشم، سال پایینی سال بالایی، مثلا توی راه رو آدم راه میرفت مثلا 3 تا گروه میدید که داشت با این با اینا شوخی میکرد با اونا شوخی میکرد، و منم میگم شیطون بودم نسبت آ شیطون بدی نمیکردم، مثلا همین که مثلا با هم شوخی کنیم بدویم اینا، و مثلا یه فضای خیلی شادی بود برای من. بعد مثلا من رفتم باشگاه دانش بجوهان، اولا مثلا ما کلاس 13 نفر بودن، من بودم با 12 تا پسر که اصلا نصف کلاس اصلا دلیل مثلا ما فکرم سلام علیکی هم نداشتن، یعنی سلام علیکی هم نمی کردن. خب چون برای اونا اینجوری بود که اونا همون کلاس پسرونه مدرسه شون رو رفته بودن، یه دخترم اضافه شده بود، یعنی اونا که لازم نبود تلاشی کنن چنین چیزی رو بپذیرن، من بودم که بعد حالا مثلا یه فکری به حال خودم میکردم اونجا. و خب حالا خیلی داستان داشتی اونجا، اصلا خب اولین چیزش این بود که من عشقم والیبال بود، زنگ تفریح میشد بریم والیبال و اونا والیبال بازی میکردن، و من که میرفتم وای میسادم بازی، جز اینکه حالا خود بچه ها من همه موافق نبودن، مثلا یه چند بار هی مسئول باشگاه به من میگفت بازی نکن، بعد دیگه یه بار من خواست دفترش و گفتش که ببین مثلا همسایه ها میبینن این درست نیست که تو داری مثلا بازی میکنی. اما من خودم کوتاه نمیومدم، مثلا بعدا خب رفتیم یه جا توی یه کلاس پینگ پونگ بودم، پینگ پونگ بلد نبودم، دیگه رفتم یاد گرفتم از اونا دیگه، چون اونجا همسایه ها نمیدونن بازی میکنم، حتی مثلا باشگاه میدونست بازی میکنم اونجا، ولی دیگه کاری نداشتش مثلا دیگه پینگ پونگ رو کوتاه اومده و اینکه ولی کلا یه فضای یه چیزی که اصلا هیچ کس به این کاری نداشت که مثلا حالا تو اگه مثلا تنها دختر اینجایی و احتمالا این یک سختی هایی برای تو داره، حالا مثلا چجوری میشه کمک کرد یا اصلا به تو چی؟ اصلا چنین چیزی نه از کادر مثلا چنین چیزی وجود نداشت، میگم اصلا چه معلم ها چه مسئول ها مثلا اصلا چنین و خودم هم مثلا من فقط میدونستم که خیلی ناراحتم، مثلا نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته، ولی خب مثلا الان که فکر میکنم خیلی ترانزیشن عجیبی بوده دیگه، یهو از اون فضای خیلی پر اومدم به فضای خیلی خالی. و یکی از حالا عجیب ترین داستانایی که اون سال برام اتفاق افتاد اینه که ما یه روز وایساده بودیم توی همون کلاس، مثلا ما کلاس 13 نفر بودیم، مثلا 7 8 تامون وایساده بودیم، ما داشتیم پای تخته فکر می‌کردیم، یعنی بعد کلاس مثلا بعد از ظهر وایساده بودیم می‌شیم با هم درس می‌خوندیم، هم پای تخته بودیم می‌شیم می‌نوشتیم و فکر می‌کردیم و اینا. بعد یهو یه آقای در وا کردن، شب من تو کادر آموزشی اینا نبودم، فکر کنم از مسئولای ساختمون بودن اونجا، یا آقای مسلی بودن و در رو وا کردن و همجوری خطاب به من شروع کردن یه چیزایی با فرسید بد و بیرا و اینا گفتن، و تش این جمله شما رو من از اون موقع یادم بودی که تش به من گفتن که حداقل روزایی که من اینجام دیگه تو رو نبینم، همین شکلی یعنی، و اینو گفتن و رفتن و ما همه اصلا خواج و واج که خب اصلا این عجیبی که ما اصلا نمیشون باید چیکار بریم، این اتفاق بوده خب پیش کی باید بریم چیکار کنیم، مثلا یکی میگه میخوایی به مامان بگوید باشگاه اصلا، و ما فکرم داشتن هیچ کاری نکردیم، ولی این خیلی ذهن من رو اصلا اون موقع درگیر میکرد. و مثلا عجیبی شد این بود که اعتراضی که داشت به حضور به من میشد مثلا این نبود که تو چرا اینجوری یا بعد اونجوری باشی فلان بی رفتار، مثلا اعتراضی بود تو چرا کلن هستی و این خب خیلی دیگه یه لول عجیبی از مثلا اینجور چیزایی بود که حالا من مثلا حالا چه قبلش برش تجربه میکرم، این دیگه خیلی عجیب بودش. و میگم کلن فضای باشگاه و من از این جهتان هم میگم این فضایی بود که توش بودم، هم خودم خیلی بعد اون که مثلا توی اون واقعی ترانزیشن که بودم خیلی به هم یعنی خیلی اذیت خیلی تحت فشار بودم که مثلا میخوام با ادامه زندگیم چیکار کنم، من اصلا نمیذارم میخوام برم چلشته بخونم، و از یه طرف دوست داشت برام خیلی جذاب بود که برم ریاضی بخونم، ولی از یه طرف خیلی این تصمیم برام تصمیم سنگینی بودش. حالا یعنی یکم برام ترسناک بود، یعنی مثلا یادم میاد که چیزی که خودم رو مثلا به خودم گفتم، مثلا هی گاهی میومد تو ذهنم برم که ریاضی بخونم، ولی به خودم گفتم نه حالا جوگیر نشو برو، من حالا کامپیوتر خیلی دوست داشتم و فکر میکردم کامپیوتر رو راه سرراست تریه که من باید
مثلا میشه انتخاب کنم، و به خودم میگم نه مثلا چرا الان چه جوری شدی، برو همون کامپیوتر بخون. و دیگه توی بعدم که دوره طلا و درسایی که ما اولش داشتیم، من خیلی توشون نه خیلی جذبشون شدم نه خیلی توش خوب بودم، اون درسایی که درس دانشگاهی بود، و من دیگه به این نتیجه رسیدم که من نرم ریاضی بخونم. بعد دو تا چیز ولی خیلی این تصمیم من رو یه جوری برگردون. یکیش یه خاطره از قبل بود که ما یه روز یه یکم معلم جمع المپیاد آقای عرشه همیدی بودن، موقعی که اومدن سر کلاس قبل اینکه درس رو شروع کنن، همجور اومدن تو کلاس قبل اینکه هیچی بگن، گفتن راستی تینا من به تو گفتم یا تا یادم نرفته به تو گفتم که بری ریاضی بخونی. خودشون ریاضی خونده بودن و من خب راستش بگم خیلی خوشحال شدم، گفتم که نه و اینا چطور، گفتش که آره مثلا شک نکن برو ریاضی بخون. و من گفتم حالا من اگه بیچاره شدم و پس فردا کار گیرم ندارم شما جواب میگو، آره مثلا من جوابشو میدم من تو برو بازم ریاضی بخون. خب هم این تو ذهن من، چون خودم خیلی مثلا آقای حمیدی رو قبول داشتم و مثلا از مثلا یعنی بهشون اعتماد داشتم، خب این حرف خیلی در من انگیزه شد. و همون موقع تو باشگاه هم که بودم یه روزی تو کلاس که زنگ تفریح بود برگشتم، بعد آقای قراخانی یادم اون موقع که معلم نظر رو باشگاه بودم، مثلا زنگ تفریح چیشکی نبود، نشسته بودن تو کلاس. بعد همینجوری به من مثلا گپ زدن، گفتن میخوای چیکار کنی دانشگاه، مثلا چه رشته ای میخوای بری و اینا. من مثلا موقع حقیقت رو گفتم، مثلا من ریاضی دوست دارم ولی راستش بودم تو این درس ها خوب نبودم و فکر میکنم شاید من خیلی به درد ریاضیات دانشگاهی نخورم، شاید من واسه المپیاد خوب بودم ولی ریاضیات دانشگاهی، مثلا همیشه این ترس رو داشتم که خب اینا متفاوته. بعد فکر کنم برم کامپیوتر بخونم. و آقای قراخانی خودشون ریاضی خونده بودن تو دانشگاه و من و اون موقع یعنی من حسیت کردم یه مهربونی اینجا به من کردن، میتونستن خیلی راحت بگن که آره شاید راست بگی و خوب نباشی، ولی به من گفتن که نه مثلا چرا این فکر رو میکنی، مثلا فلان درس مگه نبود تو دوره تابستون که مثلا که مدالا تعیین میشد و اینا، فلان درس رو مگه تو خوب نشدی؟ گفتم چرا مثلا خیلی خوب بودم، گفتم یه درس خیلی جدی دانشگاهه و چرا فکر میکنی مثلا تو دانشگاه حتما شاید اینا رو دوست نداری ولی حتما چیزی رو پیدا میکنی که دوست داشته باشی. و من دوباره اونجا یهو تصمیمم یکم برگشته، شاید برم ریاضی بخونم. ولی میگم با تصمیم سختی بود برام، چون که یعنی شما کلا مثلا وقتی حالا چه وقتی مثلا میرین دانشگاه، حالا مثلا کنکور دادید اولا که مثلا رشتهتون انتخاب میکنید و میرین، مثلا یکی بیاد ازتون بپرسه خب به سلامتی مثلا تو چه رشته ای میری، و شما اگه بگین که من دارم میرم مهندسی مثلا فلان چیز بهتون میگه اه خب تبریک میگم موفق باشی و سلامتی اینا، ولی اگه بگین من دارم میرم ریاضی یه مکسی میکنم من میگم خب چرا. و حالا اگر راست باشم اینجوری نیست که من بگم من خودم خیلی مطمئن بودم و فقط این مثلا آدم های اون بیرون اینجوری بودن، یه چیزی بود که خب درون من هم بود، من میدونستم ریاضی یه جوری انتخاب برای خود من یه جوری انتخاب فانتزی حساب میشه، در این جهت که خب من ذهنم بود که من یه برم کامپیوتر برش بودم کار میکنم و حس میکردم این یه مسیر خیلی شدنی و مثلا بازی بود تو ذهنم، بعد اصلا که خب من دارم ریاضی میخوام من دانشمند شم، مثلا آدم خود دانشمند یعنی چی، مثلا آدم باید چیکار کنه، مثلا بعد مثلا همشم تو ذهن آدم میگه که خب بره سوال اوپن حل کنه، یعنی مثلا یه کار چیز بود دیگه، در یه راه حسنگ و سعب و عبوره که اصلا مردم دیگه تش کجاست. ولی خب من با این وجود با همه اون ترسی که داشتم دیگه این انتخاب رو کردم و رفتم ریاضی. خانوادم هم برخوردشون این بود که من یادم که روزی که مثلا گفتم من میخوام برم ریاضی، مامانم بهم گفتش که تو خودت زحمت کشیدی مدال گرفتی، مثلا خودت درسشو خوندی و اینم حق خودته که تصمیم بگیری هر رشته ای که میخوای بری، یعنی همینقدر ما هرچی بری مثلا خوشحال میشیم و اینا. و خیلی اونا هم خیلی ساپورتیو بودن و دیگه خواستم وارد لیسانس شدم. بعد توی لیسانس
یه حالا من احساسم خیلی دو قسمت بود، یه 3 سال اول بود یه سال آخر بود، از این جهت که حالا مثلا درس های مختلف داشتم و اینا، ولی میگم خب من الان چیزی که ترکم، خب در بیدرستان از جهت ریاضی من خیلی خوش رو داشته بود، یعنی همش اصلا داشتم عشق میکردم و لذت میبردم و اینا، و هرچی هر گوشه ریاضی رو من دست میذاشتم انگار مثلا جذابیت های خودش رو داشت و اینا، ولی دانشگاه اصلا این شکلی نبود، یعنی مثلا اولین بار بود که با این موضوع روبرو شدم که اصلا من یه قسمت ریاضی دوست ندارم، یا مثلا یه قسمت ریاضی اصلا نمیفهمم، یعنی مثلا یا مثلا یعنی فهمیدن حالا باز خیلی لول بندی داره، یه قسمت حالا مثلا میفهمیدم چی میشه، اصلا اینجوری بودم برام مینینگلس بود، یعنی گفتم یعنی برام خیلی پوچ بود، گفتم خب که چی، و این و خب اینا خودش خیلی به من مثلا یه نگرانی میداد که اینا همش داشتم به این درون در میدادم ببینم پس من چی رو دوست، پس من با کدوم قسمت ریاضی مثلا ارتباط درستی برقرار میتونم بکنم، و اون قسمتی که من بهش تعلق دارم مثلا فیلدی که من بهش تعلق دارم برای معنی داره با مغز، با مثلا میدونیم چی میگه اسکیل های مغزی مچه، مثلا مغزم میفهمدش اینا، مثلا هی همش دنبال چنین چیزی بودم، در میگم خیلی هم هی به این درون در میزن، مثلا مجله مختلف مثلا برم نگاه کنم، هی برم مثلا تاک های آی پی ام، مثلا اون آدم نمیفهمه دیگه، مثلا تاک های آی پی ام میارم هیچی نمیفهمیدم، ولی هی با خودم فکر میکرم خب حالا با این که نمیفهمم همین مثلا همون میزانی که یه حس کلی که میگیرم ممکنه به من بخوره یا نه، و خب خیلی جام به دیوار میخوردم، مثلا مدت ها داشتم سعی میکردم هندسه جبری یاد بگیرم، و یادم که یه بار دیگه مثلا وقتی خیلی به من فشار روانی می آورد، تا اینکه من در پی اچ دی دیگه بعد یه سال به این نتیجه رسیدم مثلا من قسمت هندسه جبری مغزم کار نمیکنه، و اصلا این تلاش بیهوده ای بوده که من همش داشتم سعی میکردم اینو یاد بگیرم، ولی خب این 3 سال اول من دانشگاه خیلی پر استرس بود از این جهت که اصلا یعنی یکیش همین که اصلا ریاضیدان بودن چجوری آدم و چی کار کنه، یعنی مثلا اینقدر سردرگم بودم، یه خاطره خیلی خنده‌داری تیر به خودی حساب میشه، ولی این رو یادم که دکتر علی شاهی با من تعریف میگه که میگم تو اومده بودی دانشگاه روز اول اومدی دفتر من گفتی دکتر استاد میشه به من یه سری کتاب اشپرینگر معرفی کنی، حالا اشپرینگر خب یه نشره مثلا نصف کتاب خونه اشپرینگر، ولی من دیگه حس میکردم الان مثلا باید از در یه دو سه تا کتاب اشپرینگر رو شروع کنم، یعنی یه سردرگمی عجیبی داشتم اون سالا، و مثلا حسم بود مثلا کسی که مثلا تلویزیون ها که خیلی برفکیه، هی سعی داره هی آنتنا آدم میخواد جاری کنه ببینه کجا تصویر میگیره، خیلی شبیه این بود اون وضعیت من، مثلا یه کلاس رو میرفتم مثلا گالوا تئوری برداشتم خیلی ذوق میکردم لذت میبردم، مثلا دقیقا انگار یه لحظه تصویر میومد رنگی میشه دوباره میرفت مثلا، و خب یکم مثلا این باشه مثلا خستم میشدم. سال چهارم که شد سال چهارم یهو من خب تابستونش یه اینترنشیپ اومدم آمریکا، خیلی اتفاقی برام جور شده که استاد گفت من میخوام مثلا یه چه جایی هست و مثلا دانشجو میخوان، و دیگه برام جور شد، من یه 2-3 ماه آمریکا بودم، بعد برگشتم ایران، وقتی من برگشتم ایران اصلا اینجا یهو دچار یک تحول نگاه به زندگی شدم، یعنی من که مثلا همه 3 سال خب آدم اینجوری در که مثلا همه تمرکز از رو ریاضی بود، یهو من انگار اون تلویزیون و آنتن وصل شده بود، من داشتم دنیای رنگی رو میدیدم و مثلا ریاضی یه گوشش بود، یعنی مثلا من یهو فهمیدم من چقدر دوست دارم کتاب بخونم، مثلا این هنری که میگم مثلا اینجوری فراموش شده بود از دیگه، من وقتی المپیاد رو شروع کردم هیچ دیگه اثری از هیچی از کار هنری نبود، ولی اون موقع یهو من دیدم ای من چقدر مثلا دوستم نقاشی بکنم، چقدر دوستم تئاتر برم، قبل تئاتر مثلا بعد تئاتر با دوستان بریم توی یه کافه بشینیم مثلا چه میدونم هر چی، یعنی هر مثلا فکر میگم چقدر دوست دارم مثلا یکم آشپزی مثلا، یعنی همه زندگی و اینا مثلا تازه مثلا نمیدونم چه جوری شد، ولی یهو خیلی نگاه هم خیلی آرتیستی شد، مثلا انگار خیلی مثلا شروع کردم عکس میگرفتم همه چی و مثلا همه چی به چشم قشنگ میومد و اینا، و نگاه تلویزیونه وضع شد و من همش دنبال میدم که خب اون ریاضیه چیه، ولی یهو اصلا یه کانال دیگر رو گرفته بودم
بعد و خب خیلی خوب. و اون موقع مثلا خیلی من حس می کردم که نسبت به خودم و فضایی که توش اون مثلا و فشارهایی که توش بودم و چیزایی که هم دیدی که داشتم یهو خیلی حس می کردم مثلا رشد کردم نسبت به خودم، یک عالمه علایق جدید میگم پیدا کردم. همین خیلی برای من، حالا من بعدا یعنی خیلی برای کلیدی بود این اتفاقی که اونجا برای من افتاد. و مثلا فهمیدم که ای مثلا شریف کلاس شنا داره، من هیچ وقت نرم مثلا اینو نمیدیدم، مثلا رفتم کلاس شنا در فهمیدم اینجا مثلا با پول خیلی کمی سال با مثلا بچه ها دانشجو میان به هم پیانو یاد میدن، به هم ساز یاد میدن. رفتم با اینکه اصلا صفر من ساز و اینا، خب همه خانواده هم پیانو میزدم، ولی خب از مثلا چون من اول نقاشی دوست داشتم هیچ وقت یعنی همیشه خیلی دوست داشتم، خیلی میشنیدم، ولی تو همه اطرافیان مثلا میزدن، خواهرم هر رو داشت تمرین میکنی، همیشه به گوشم آشنا، ولی خودم هیچی بلد نبودم. اون موقع هدف همی نبود اصلا برم یاد بگیرم، ولی دیدم من اصلا دوست دارم، میخوام برم یه ساعت بشینم اصلا پشتم و علکی مثلا بزنم برا خودم. و مثلا انگار که یورو یک عالمه چیز جالب مثلا درش به اون وا شده بود. خب این طرفی هم من چون تاسش آمریکا بودم، یک سری از سختی های آمریکا بودن یعنی مهاجرت کردن اینا اونجا چشیده بودم، و از این برم داشت انقدر به هم خوش میگذشت. تازه مثلا دانشکده رو دوست داشتم برم مثلا تهران بگردم اینا، و خب ولی از قضام بعد اون سال اپلایم بود، و خب این برای من خیلی سخت بود. یعنی من میده یعنی زندگی دیگه، مثلا من آدم مثلا میره تو سایه درخت میشینه یه ساعت بعد یا آفتاب میشه یا باد میاد یا طوفان میشه گرد و خاک میشه. این هم دقیقا هسته، حالا ما بعد 3 سال مثلا رسیدیم یه جایی داریم یکم استراحت میکنیم، ولی مثلا بعد چمدون رو جمع کنیم و مثلا بریم. و میدونستم چیزی که پیش رومه سخت به من، اشتباه نمیکردم، خیلی سخت میدونستم دیگه مثلا خبری از اینجور چیز مثلا این چیزی هم یه استیبل انگار شده بودم. خب مثلا هم محیط جدید، خب مثلا لیسانس هم اولش غریبه است اینا، مثلا بعد 3 سال دوستان رو پیدا کرده بودم، استادا رو میشتم، یعنی محیطی که خیلی تازه برام امن شده بود و من میرفتم در یک ناامنی مطلق. یعنی این تو ذهن من بود، حالا خیلی اگزاجرست بگم ناامنی مطلق، ولی مثلا مهاجرت که مثلا میدونستم اینکه چیزی که پیش روی منه خیلی سخته. ولی دیگه خلاصه من با چی میگم، با غم و اندوه کوله بار آبستم و دیگه ترک وطن کردم، رفتم واسه همون پذیرشی که هاروارد گرفته بودم و رفتم اونجا رسیدم. و یادم که من شب اولی که رسیدم، یعنی من یه فامیلی داشتم آمریکا، اومد دنبالم، خیلی کمک کرد که کلی چیز میزنم گرفت و دیگه من رو گذاشتن کمبریج رفتن اینا. اون اون شبی که من اونجا تنها بودم، یعنی من اشتاستم گریه کردم، چون که اصلا اینجوری بودم اصلا، یعنی اصلا تو مغزم نمی گنجید. یعنی من اومده بودم خونه یه آدم مثلا غریب تا بوده که خب خونه 2 سال من تو خونه یه خانوم بودم که خودش صاحب خونه بود، خودش اونجا زندگی می کرد، یه اتاقش رو من اجاره دادم، و مثلا خونه یه آدم غریب، هیچ کس رو نمی شناختم. یعنی اصلا اینجورم منم و این شهر، یعنی اصلا حس میکنم هیچ دستاویزی ندارم. و خب و واقعا هم 2 سال اول برای من خیلی سخت گذشته. یه چیز دیگه بود، من به خانوادم خیلی نزدیک بودم، من ایران بودم، حالا مامان و بابا و خاله و دایی و هر هفته خونه مادر بود و بوده، و این همجور ادامه پیدا میکنم به این زودی ها تموم نمیشه. مثلا کسایی که تو فایل حسین در ارتباط بودم و مثلا صمیمی بودیم و مثلا خیلی همه هم رو دوست داشتن، مثلا میگم من هر آخر هفته خونه مادر بزرگم بودم، میافتم میموندم، مثلا یه روزش خالم شاید میمد سر میزد عصر میزد دایی میمد و اصلا. و تو دانشگاه کلی دوست داشتن، یعنی من وقتی با خودم فکر میکردم من دیگه مثلا جایی که هیچی دورم نبود، دیگه کمترین آدم دورم بود تو مترو بود که بازم مثلا 200 نفر پر آدم، و مثلا آدم هایی که آدم باشه حس سنخیت میکنه، مثلا زبونشون رو میفهمه. ولی اونجا مثلا من وقتی که رسیدم آمریکا آخر هفته میشه و دارم میرفتم دانشگاه، و دانشگاه مثلا یه ساختمون بزرگ خالی، مثلا یه سری گراد استودنت تو آفیس هاشون، و اصلا این
یعنی حتی الان تعریفم میکنم اصلا این ناخوشایندی شد دوباره میچشم که اصلا انگار این همه خالی بودن، این فضایی که داشتم تجربه میکردم خیلی خالی بود، خیلی خام بود. و بعد ریاضی هم چیزی اونجا نبود که میتونم بهش چنگ بزنم، چون تازه شروع شده بود. یعنی مثلا من اون موقع اصلا درس ها رو بلد، یعنی ریاضی خوش برای من یه چیزی بود که خیلی انرژی میخواست، تازه مثل زمینی که تازه آدم باید توش بکاره، یعنی اصلا خبری نیست، زمین خالیه، یعنی تازه باید بری سر اون زمین هم وایسی مثلا اونجا هم بیل بزنی، یعنی چیزی از اونجا دستگیر من نمیشد. و خب به هر حال یه استرس و اینایی هم داشتم از این جهت که خب مثلا گفتم اینجا مثلا هاروارده، اونایی که یعنی هم اسمش خیلی برام یه جوری مثلا استرس دار بود، همین که کسای دیگه ای که با من بودن اون سال اولی ها مثلا خب همشون لیسانساشون از دانشگاه خیلی خوب آمریکا بود، مثلا پرینستون، MIT، میشیگان، اکثرا مثلا اون موقع 10-12 نفر بودی. و خب من خیلی میترسیدم، مثلا حس میکردم چون که مثلا اینا آشنا، مثلا اونی که فرض کنید MIT بوده خب 4 سال مثلا تو همون شهر زندگی کرد، 4 سال همون استادا رو دیده، مثلا جنس درسایی که اونجا بود من اصلا درسای اون جنسی نداشتم، تا اون سبت اونجور ریاضیات ها مثلا من هیچ وقت شاید بهش اکسپوز نبودم و مثلا این خودش فشاری بود. ولی خب من باز اینجا مثلا خانوادم خیلی بهم کمک میکنیم، مثلا خواهرم که هر روز باش حرف میزد، خواهرم آمریکا بود خیلی بهش سر میزدم اینا. مثلا یادم یه بار که خیلی همون اولش نگران بودم مثلا بابانم اینا حرف میزدم، مثلا بابام یه چیزی گفت که اون مثلا شاید خیلی در من تاثیر کرد، اما اوایلش خب سخت قول زدم و اینا، من گفتش که تو چرا تو اصلا چیکار داری، اسم اینجا چیه، اینجا کجاست، اینجا همون فرزانگان، همون مدرسه توه، اینجا مدرسه توه، تو اومدی توش زندگی کنی یاد بگی چیکار داری اونجا چیه مثلا. و خب این خیلی مثلا یه ساپورت سیستم خوبی داشتم و مثلا خود این جمله یکم کار منو راحت کرد. یعنی من از اول دیدی که داشتم این بود که من فوقش اینه که من همه کمتر میدونم و چه عالی میام کلی چیز یاد میگیرم، مثلا حالا مگه قراره که این چیزی که میگم سوم راه نمایش از من بین اصلا مهم نیست که آدم خوب باشه، این چیزایی یهو بعدا چقدر به درد آدم میخورم، مثلا اینجا من خیلی راحت رها بودم از این جهت که حالا مثلا مگه من قراره، مثلا کی گفته من قرار خوب باشه آدم، مثلا چه بهتر که بدترین باشه بیشتر اصلا یاد میگیره. خب من 2 سال اول که مهاجرت بود تو خونه ای بودم که اصلا حس خوبم بهش نداشتم، چون من داشتم با صاحب خونه زندگی میکردم و اصلا حس این که مثلا اونجا من هوم منه و اینا اصلا اینو نداشتم. به حال بعدش رفتم یه خونه ای که تنها بودم، خیلی اون جای کوچیکی بود، ولی همین که اصلا من مثلا خودم با خودم بودم، خودم تصمیم گرفتم چی به دیوار بذارم چی رو میزه بذارم، اینا خیلی حالمو بهتر کرد. ولی خب باز همون داستانی که زندگی تا میاد یکم خستگی در کنی، پندمیک شروع شد. یعنی 2 سال بعدی مثلا وسط های سال خب پندمیک شروع شد که اصلا اون یکی فاجعه ای بود دیگه، یعنی که اونو دیگه همه میدونن، ولی مثلا دیگه اونجا ما همینجوریش مثلا خیلی فضامون خالی بود از جهت دوست و آدم هایی که میدیم و اینو، دیگه پندمیک هم شده بود، دانشگاه هم بسته بود. من یه دوستی داشتم مثلا این به من میگفتش که ببین تو میری خرید، ما باید تست میدادیم هفته دوبار، مثلا نه رو تستم بده چون این تفریحات رو پخش کن بین روزا، مثلا یه روز رو تست بده یه روز رو مثلا میوت رو بخر، چون مثلا دیگه تفریحات همین بود که مثلا اینجوری خود آفشون مثلا سه شنبه ها داریم یه کاری داریم بکنیم، میریم تست میدیم و تست کووید میدیم، مثلا اینقدر دیگه اوضاع خیت بود اون سال. و این 4 سال اول که مثلا اینقدر میگم همه لحاظ داشت سخت میگذشت، چیزی که منو یه جوری نجات داد این بود که میگم اون سال اتفاقی که سال 4 تو لیسانس برام افتاد این بود که این هنره خیلی هی برای من پررنگ شد. یعنی اصلا اول از جنس خیلی تفریح بود، میشستم مثلا داستان خیلی میخوندم، این یکی کلمه کتاب فارسی از ایران با خودم آورده بودم، اینه یک کتاب کوچیک نشر ماهی بود، مثلا داستانه کوتاه نویسنده خوب بود، ترجمه هاش بود،
مثلا اونا رو خیلی دوست داشتم. یه روزایی من کاملا اینجوری سر میکردم که مثلا همه روز رو سر میکردم که شب برم مثلا بشینم تو دار این داستان رو، یعنی عشق مثلا روزم این بود و مثلا اونا رو میخوندم مثلا خودم خوشم میدم میشستم داستان مینوشتم، به جایم نمیرسوندم. یعنی همین که مثلا کرکتر تعریف کنی بنویسی، چون تو تنها جایی بود که برای من فضاش باز بود، یعنی موقعی که همه چی انقدر انگار لاک شده مثلا انگار گیر کرده بود چرخش، یعنی مثلا هنر تنها جایی بود که برای من توش انگار رها بودم، میتونستم برای خودم رویا پردازی کنم و من اینقدر برام اینقدر هی جدی و جدی تر شد، چون موقع تنها دستاویز من بود که من یادم مثلا یه روزایی تو همون اتاق کوچیکی که اون خونه که خودم بود هی میرفتم از این ور اتاق به این ور راه میرفتم ازشم با خصوصا خیال پردازی میکردم، یک دنیای موازی که من رفتم توش دانشگاه تهران لیسانس مثلا هنرهای زیبا خوندم و مثلا آرتیست شدم و مثلا خیلی لذت میبردم، مثلا یه در یه دنیای موازی من برای خودم فکر میکردم من آرتیستم و خب هی و با اینکه این حقیقتی نداشت ولی داشت حال من رو خوب میگه، یعنی برای من کار میکرد، یعنی به یه معنی یه حقیقتی وجودی داشت دیگه. و من خب هیش من هیش شروع کردم مثلا کار جدی کردم، مثلا دیدم هاروارد یه کلاس سفال گیرو بردن، یه استادیو سفال خیلی خوب داشت، مثلا یه نصف روز میرفتم کلاس های اونجا، مثلا حالا که یک مجسمه سازی یا رو چرخ مثلا چیزای مختلفش رو رفتم و مثلا اون نصف روزی که میرفتم خیلی بهم خوش میدید، مثلا حس این که همیتی گلی میشدم مثلا با دست کار میکردم، این خیلی بهم حس خوبی میداد. بعد مثلا به تئاتر علاقه من شدم، مثلا خودم خیلی مثلا نشستم خیلی نه اینکه ببینم مثلا بگم خیلی تئاتر دیدم ولی خیلی دوست داشتم که همش بخونم، مثلا اینترویو یا گیر می آوردم. بعد سینمای ایران خیلی علاقه من شدم، مثلا فیلم های بهرام بیضایی شروع کرد دیدم و مثلا هی مثلا این با خود کلا بهرام بیضایی که مثلا اول یه فیلم شو دیدم خیلی خوشم اومد، بعد رفتم کارگردان دیدم ای مثلا بهرام بیضایی این فیلمو ساخته، بعد مثلا بعد فیلم هاشو دیدم گفتم خب ببینم کیه مثلا این کارگردان و خب اون خیلی برام جالب بود، مثلا هر گوش میدادم بعد مثلا با کیارستمی آشنا شدم، بعد من که مثلا جذب کلا این مثلا موج نو سینمای ایران و هی میشه سر اینا رو خودم جی تو ویکی‌پدیا اینا سرچ می‌کردم و اگه فیلم هاش دستم می‌رسید می‌دیدم. بعد خیلی اتفاقی توی پندمی یعنی کلاسی بیرون بودم، کلاسش چیز بود تاریخ سینما، چون توی پندمی که همیشه آنلاین بود توی ایران یه جا توی اینستاگرام یه تبلیغ اومد که کلاس سین تاریخ سینما است که به خاطر پندمی که آنلاین شده. خب میگم پندمی اصلا خیلی عجیب خیلی فضای خالی بود، یعنی برای من که اصلا داشتم تنها زندگی میکردم، یعنی مثلا یه روزایی مثلا بیرون برف اصلا من با هیچکی در واقع صبح تو خونه شب تو خونه اینا و یعنی مثلا اون موقع همه مثلا علاقه این بود که مثلا اون روزه بشه من برم کلاسه، چون من خیلی ژاپن هم دوست داشتم، مثلا کارگردانی هم که خیلی قبل دوست داشتم کوروساوا بود و خیلی اتفاقا اون بازم تاریخ تصمیم گرفتم تاریخ ژاپن بگم سینمای ژاپن، یادم مثلا خیلی لذت می‌بردم مثلا یکم جغرافیا یکم تاریخ ژاپن، بعد کارگردانای مهمش و فیلم معرفی می‌کردن. سال سوم که من وارد اون خونه جدیدم شدم که جز اول جایی بود که رو هم حس هوم داشتم، مثلا اون دو سال نداشتم، همین که اول جایی بود که خب من سنگا توش مستقل بودم و اینجل خیلی اون خونه رو دوست داشتم، این برای من یه حالت این تغییر برای یه حالت مثلا سمبولیک هم داشت که انگار داشت اینکه خونم عوض شده و حس کردم مثلا یه چیزایی در زندگیم عوض شده که حالا یه سرش هم داستانه هنر بود که برام جدی شد و مثلا همون که داستانه سفاره اونجا شروع شد، یکی شدن دوستایی که پیدا کردم حالا از این جهت، یکی این خیلی مهم برای من درس دادن بود، یعنی خیلی این دوتا همزمان شد، وقتی رفتم توی خونه اون ترمم من باید باید درس میدادم تو دانشگاه، یعنی تا قبلش تمرینی بود و اینا ولی از اون سال این درس دادن جدی شروع میشد که من یه کلاسی رو به من مثلا اساین کرده بودن، یه کلاس کوچیکی هم نبودن که 30 نفر به نسبت حالا مثلا کلاسی که با اون جزو بزرگا بود و خب منم اولین بارم بود و خیلی نگرانی های غیر ریاضی داشتن نسبت به این کلاس، یعنی حالا ریاضیش در سال 1 و 2 اصول اندرگراد بودن ولی از این جهت که اصلا یکیش زبان، خب من مثلا به عنوان استاد میرفتم اونجا
مثلا به عنوان معلم اونا، خب من فکر میکردم خیلی بده اگه مثلا یکی عینه سوالی مثلا اصلا انگلیسیشو نفهمم، حالا مثلا با دوستام خیلی میشد بگم خب من این یعنی چی، من این جلو اونا. و این طرف دیگه خب اکثر شاگردانم آمریکایی بودن و من اصلا نمیدونستم مثلا اسکول آمریکایی چه جوریه، کلاس اینا خب هیچ وقت نبودم و باز از این جهت یکم یه حس سکیور نبودن داشتم که اصلا خب من نمیدونم مثلا اینا چه جوری میگذره کلاس هاشون. و واقعا فرمتش خیلی فرق داشت، مثلا اون کلکولسی که اونجا بود، اون کلکولسی که من تو شریف داشتم و اینا، اصلا یه دنیا خیلی اینه که بد و خوب نه، اصلا یعنی نوع منظورم استراکچر کلی کلاس و ایناشون خیلی متفاوت بود. و این طرف دیگه خب ما تفاوت سنیم خیلی با اونا کم بود، یعنی من تو اون کلاس حالا عددی که تفاوت سنیم کم بود، ظاهری اصلا واقعا بعضیشون به نظر بشن مثلا من بزرگتر، یعنی من این باشه که من مثلا یه خواهد چجوری این کلاس رو کنترل کنم، یعنی مثلا اگه یکی شلوغ کرد خب این مثلا شاید حرف من رو گوش نده دیگه. و دیگه حالا خودم این ترسان هم وارد کلاس شدم و خیلی هم ازم وقت میگرفت اون ترمون درسی که یعنی مثلا هر جلسه رو کلی وقت گذاشتم و اینا، و خیلی سریع مثلا یکی دو هفته که گذشت یهو این درس دادن برای من تبدیل شد به مثلا یه قسمت خیلی درخشان اون ترم من، یعنی خیلی لذت بخش بود برام. و چیز خب خب این چیزی که مثلا انگار یه مشکلی که تو مهاجرت داشتم، انگار اون روح زندگی توش برام کمرنگ شده بود، یعنی ارتباطی که من با بچه ها داشتم، حالا اون 20 نفری که بودن، خیلی انگار برای من روح زندگی، یعنی تو خلاصه بخوام بگم این کلاسه برای من خیلی روح زندگی داشت، مثلا خیلی پرشور بودن، خب اینا جوون بودن تازه مثلا از دبیرستان اومده بودن، خیلی همشون پر انرژی بودن و خب خیلی هم خوب پیش داره، این ترش هم مثلا خیلی به من کامنت های خوب دادن، مثلا یه نمره میدادن نمره خوب شد. و خیلی جالب بود که مثلا من انگار اونها رو خیلی دوست داشتم، یعنی انگار که وقتی که کم گذشت مثلا خیلی برام مهم بود که مثلا چی جوری میفهمن، مثلا همشون هیچ کدوم حس نکنه که مثلا از کلاس پرد شده و اینا، و خیلی برام مهم بود که مثلا اگه خودم کلاسایی که تجربه خوب داشتم، حالا اینا مثل کلاسایی که مثلا خودم تعریف میکنم، حالا چه در بیرستان چه هرچی که با شیطنت میکردیم خوش میگذشت و خوب ترم یاد میگرد، چون سعی میکردم خیلی محیط و اینجوری کنم باشون مثلا یه دوست بودم که مثلا یه بار سعی کسی که خوابش رفته بود خودش اطرافش خیلی شرمنده شده بودم و من هشتا دوست داشتم به اون بگم که نه مثلا چرا شرمنده نباشم، من خودم سعی کلاس هم قشت شده خواب آدم خوابش میگیرفتم، دوست داشتم یه جوری بیشتر مشکلش رو حل کنم، مثلا میگم من چجوری تم کمک کنم حالا تو خوابت بپرد مثلا. و این باعث شد که من خیلی یه رابطه خیلی دوستانه ای با اونا داشتم و خیلی حالم رو مثلا خوب کرد اون تر. و آخرش هم اون کامنت هایی که اونا داده بودن، مثلا خب کامنت ها اصولن و اینجوری باید باشه که راجع به درس دادن تو مثلا چقدر مسئولیت پذیری بیرون کلاس چقدر وقت بذاری، و مثلا یعنی کامنت ها خیلی هاش مثلا انگار واسه یه دوست کامنت مثلا گفته بودن مثلا شون I love Tina مثلا این شکلی و مثلا همین مثلا، و این خیلی برای من یه جوری دستاورد خیلی شاید اولین دستاورد از دیپارتمان ریاضی بود، چون من مثلا اونجا خیلی دوستی نداشتم و اینا، و مثلا اینکه اولین بار که کانکشن جدی داشتم با دیپارتمان ریاضی برقرار میکردم. و یه چیز دیگه هم بود، خب من همیشه میدونستم نصف ریاضی یه جورایی از وقتی که آدم داره درس دادن انسان در هر پوزیشنی باشون عموما، یعنی اکثر پوزیشن هم پست پیشی استاد اینا مثلا نصف کار رو این درس بدیم، و اینکه مثلا من دیدم که این درس دادن برام جالبه خیلی خوشحال شدم که خب این پس مثلا این چون در آینده زیاد پیش میاد پس چیز تجربه خوبی میتونه باشه. و یه چیز دیگه هم که بود، خب مثلا ریاضی یه جوریه که شما باید مثلا اگه صبح پا میشید تا شب ساعت ها میشینید تا شب تا شب مثلا اون روز حس نکنید که کاری کردید، یعنی در یه چیزی که خیلی در لانگ ترم جواب میده ریسرچ و خیلی باید صبر میکنید، یعنی جنس حالا ریواردی که میده خیلی متفاوته. و اینکه مثلا خیلی تیچینگ خیلی کامپلیمنت جالب خوبیه با ریسرچ، چون تیچینگ میگه که شما میرین یه ساعت درس میدین میایین بیرون و حس میکنید که خب اون کار انجام دادید، و نوع ارتباطی هم که داری خیلی مستقیم مثلا دانشجو آدم در ارتباط، از این جهت هم به عنوان یک کار که جنسش متفاوت بود برای من جالب بود. یعنی
حالا خب من این و تیچینگ هم دیگه تا آخر مثلا من هر سال یه بار باید درس دادم و برام انگار یه دستاویز جدیدی بود که حالا من تو دیپارتمان برام به وجود اومد. نکته کوچولی اشاره کردی، میخوام بپرسم ازت. این گفتی که ساختار کلاس متفاوت بود، فقط اشارت به چون گفتی 20 نفر، فقط اشارت به جمعیت بود یا چیز دیگه هم واقعا بود تفاوت نه ایجاد؟ اصلا مدل کلاسشون خیلی فرق داشت. مثلا کلاس کلکولوسی که من داشتم تو شریف مثلا توی تالار برگزار شد. مثلا کلکولوسی یعنی مثلا ریاضی یک و دو، مثلا حالا ریاضی دو رو خودم داشتم تو تالار بود و جمعیت زیاد و استادم میومد پای تخته مینوشت و مثلا بیشتر وقت لکچرینگ بود و لکچرینگ رو پای هم میرفت. ولی اینا خیلی حالت مدرسه داشت، یعنی اول اینکه خیلی اکتیویتی محور بود، نصف بیشتر کلاس، یعنی من مثلا یه لکچر فرض 10 دقیقه و مثلا اینو خیلی مینیمایزم کنم که حوصله‌اشو سر نرم، مثلا 10 دقیقه یه لکچر میدادم و باقی کلاس رو یه ورکشیتی کار می‌کردم، یعنی یه پولیکوپی سوال میدادیم راجع به اون و اینا سر خود کلاس. مثلا فرض کن 20 30 نفره که من معلم بودم، دو تا تی ای داشتم، یعنی سعی از این تیه خوش و اندرگرد های سال بالاتری بودن که درس داشتن و حالا خوب بودن، اینا مثلا دور کلاس راه می رفتن و اینا همجور تو گروه یا مثلا پای تخته که با هم به سوال فکر می کردن مثلا اینا جواباشون رو می دادن و مثلا سوال های مهمی که نکته داشته من پای تخته می نوشتن، یعنی واقعا مثلا هر جلسه یاد می گرفتن. مثلا همون روز بعد هر جلسه عموما، حالا این باز بستگی به اون درس به درس فرق میکرد، تقریبا همه درس های کلکولوس این فرمت رو داشت، یعنی مثلا خب تمرین دیگه اگه هر با هر جلسه بعد کلاس هم حتما هر هفته تمرین داشتن و بعد هوم ورک تحویل میدادن و کلی هم ریسورس بیرون کلاس داشتن. مثلا یه چیزی بود حالا جالب ترین چیزی بود MQC اینا داشتن که مثلا یه روز شب دیرم چون آندرگرد خیلی برنامه مثلا شروع دارن فلان ساعت برنامه اسکیجول اصلا نشون میدن، اصلا آدم مخش سود میکشه مثلا این ساعت تا این ساعت این همه پشت به پشت هم اینا برنامه دارن. اینا مثلا از شب دیر گذاشته بودن مثلا 8 شاید اینا 8 شب که اینا دیگه مثلا هیچ کاری ندارن اونجا، مثلا یه اتاقی رو فقط اینا مثلا میدونن، اینا میرفتن با هم سوال فکر، یعنی با هم مشقایی که داشتن و مثلا همشون میرفتن با هم هم فکری میکردن، یه تی ای یه اندرگرادی هم مسئول اونجا میذاشتن که حالا مثلا جواباشون رو بده، ولی انگار بیشتر خیلی اینجوری بود که وقتی میخواستن تمرین حل کنن اینکه تنها بشینن یه کار خوشون که برن اونجا، حالا آفیس آور اینا داشتن، ولی این یه چیز جالبی بود که فکر کنم خیلیشون استفاده میکردن از این. آره یعنی فرقش یکی منظورم این بود که فرقش، و خب برای من خیلی طول کشید که مثلا یکم این رو یاد بگیرم، اصلا خودم بدونم این ریسورس برای خودم همش جدید بود که مثلا بدونم این چیه، چون من به اونا میگفتم تبلیغ میکردم ولی خودم نمیدونستم، دیگه کم کم یاد گرفتم اینا رو. بعد از لازم محتوا با ریاضی دو شریف قابل مقایسه بود؟ چون ریاضی دو شریف سخته واقعا. نه اونا اصلا اثبات، یعنی اینا خیلی لول ریاضیات لول بندی، ولی اون کلکولسی که رو مثلا شبیه ریاض دو ارائه می شد خیلی ساده تر بود، یعنی خب یعنی اثبات نداشت، اصلا اثبات محور نبود، یعنی ما مثلا قضیه رو می گفتیم بعد مهم این بود که چجوری بتونن از این استفاده کنن، این مثال بگیرن و واقعا خوب یاد بگیرن. و یه چیز دیگه شم بود، خب اینا چون از جاهای مختلف آمریکا میان، حالا اینترنشنال هم زیاد داشتن ولی بک‌گراند های خیلی مختلفی دارن و خیلی اینو سعی میکردن لحاظ کنن توی اون، چون مثلا من خودم همه درس دست من نمایی فرصه داشتیم که خب هر جلسه هر هفته یه میتینگی داشتیم من چک میدم میگفت که مثلا باید چی درس کنیم چه، یعنی خیلی حواسشون بود که ما داریم چی کار میکنیم تو کلاس. و یه چیزی که خیلی مهم بود توی اون دیزاین درس خیلی اهمیت میدن که مثلا اینا چیزی رو فرض نکنن که مثلا نصفی بدونن نصفی ندونن، مثلا واقعا حتی چیزی خیلی ساده رو مثلا یه بار گفته باشن سر کلاس رو که از این جهت میگم خیلی هم ریسورس داشتم، مثلا اگه کسی عقب میافتاد مثلا ما برای وسط ترم اگه میدونی نمره ها کم داره اینا یا مثلا تمرین داره کم میشه، مثلا یه کسی یکی از گراد استودنت ها شده مثلا کارش این که به اینا کمک میکرد جدا مثلا باشون میتینگ ست میکرد، یعنی خیلی انگار حواسشون یه جوری اینا خیلی حس میشن که حواسش چجوری انگار دارن دیده میشن، یکی داره مثلا میبینه که اینا دارن به کدوم سنه. همه درس های ریاضی اینجوری نیست، خیلی اصلا درس های گرد لیول و اینا اصلا مثل همونه که یکی میاد لکچر میده و میره، خیلی
اسپسیفیکمون درس های کلکولاس سال یک و دو بودش. اون خب سوال اصلی که من مثلا انگار از همون روزی که من تصمیم گرفتم بیام ریاضی بخونم از همون درس، خب یه سوال خیلی مهمی بود که من کدوم قسمت از ریاضی رو برم مثلا برای من مچ مناسبیه، من به کدوم قسمت تعلق دارم مثلا. خیلی هم و این همیشه انگار یه چیزی بود که مثلا گوشه ذهن من بود و مثلا همیشه یه علامت سوالی بود مثلا که مثلا همش مشغول پیدا کرده، یعنی همیشه انگار یه در پس ذهن من هر کاری میکنم مثلا این چیز بودش این در بقیه. بعد که مثلا پیشتی هم شروع شد من واقعا با این سوال جواب خیلی مشکل، یعنی من میدونستم خب اینا رو دوست ندارم ولی اینکه حالا چی رو دوست دارم واقعا ذهنم با ذهن خالی من اومدم پیشتی. و بعد توی یعنی مثلا بعد که اومدم دانشگاه مثلا ترم یکم که یه سری درس داشتم، بعد وسط بین ترم یک و دو من داشتم میرفتم ایران یه سر مثلا که برم یه سفر رو چون که خانوادم ببینم، بعد توی فرودگاه همون فرودگاه مثلا آمریکا که میرفت ایران اونجا من یکی بچه دانشکده رو دیدم که مثلا قیافتا مثلا آشنا بودیم و تو فرودگاه شروع کردن حرف زدن. این یه پسر روسی بود که با ادوایزر هم من کار میکرد، یعنی ادوایزر هم قدیم من کار میکرد و همون خوش سال آخر بود. ولی مثلا هم پرسید خب تو چیکار میکنی با کی میخوای کار کنی و اینا، ما باید انتخاب میکردیم ادوایزر هم نداشتیم و اینا. که بعد که من گفتم نمیدونم مثلا تو بیا به من بگو مثلا تو چی مثلا یکم راه نمایی کن چی بخونم و اینا. بعد اون به من گفت چه یه کتاب معرفی کرد با دو تا مقاله و گفت مثلا این چیزی که من گفت گفتش که این من وقتی این کتاب رو خوندم بیشترین باری بود که ریاضی لذت بردم. و خب من که دیگه این که اینو گفت همونجا تو فرودگاه برای من کتاب ها رو مقاله ها رو فرستاد روشی و اینا، و من که رفتم ایران خب خیلی این جمله خیلی به یاد من بود، چون این طرفی خب من همیشه میگم روسا خیلی ریاضی دانان های خوبی هم، و این طرف هم خب سال آخر پیشتی سال آخر بود و اینا، و داشت جمله خیلی محکمی هم میگفت که مثلا بیشترین باری که لذت بردم. برام دیگه خیلی این مثلا این کتابه برام جالب شد دیگه، تا برگشتن با یه سری دوستان شروع کردیم همون تو دانشگاه قرار گذاشتیم که این کتابه رو بخونیم، یعنی یه ریدینگ گروپ گذاشتیم هر هفته هر کی بیاد ارائه بده. و خب اینجوری بود که اسم کتابم بود Primer on Mapping Class Groups، شاید هم Mapping Class Group نمیدونم آخرش اسم داره یا نه. بعد دیگه چیز شد ما مثلا اینو که من خوندم یهو این جرقه تو ذهن، یعنی اون سوالی که مثلا من چه جنس ریاضیات رو، یا خب اول که خیلی کتاب یه جور یه جنس ریاضیات رو جدیدی بود خیلی جالب بود، من مثلا این چیز جدید رو انگار داشتم میچشیدم خیلی. ولی خب نقطه کلیدیش برای من اینجا بود که انگار اون چیزی که من هی دنبالش بودم که هم برام معنادار باشه هم مثلا مچ باشه با مدل فکری من و مثلا فلسفه ذهنی همه چیزی برام بچه خوشی، یهو مثلا من حس کردم که این اونیه که مثلا من انگار دنبالش بودم شروعش هم اونجا که مثلا علاقه هم یعنی به هایپربولیک سرفسا، یعنی کتاب حالا حول اونا بودشه و من کلا مثلا به این کانسپت علاقه من شدم که رفتم با ادوایزرم میت کردم و شروع کردم مثلا این توی این چیزها رو یاد گرفتم. بعد دیگه خلاصه من به اینجا علاقه من شدم و این مثلا خب یکم وضع من از اون قبل خیلی احساس کردم که اصلا دیگه نمیدونم گام یک چیه، مثلا انگار یه گام رفته بودم ولی کلا خیلی همه گامامو ریز ریز میرفتم، یعنی اینجوری بود که مثلا میرفتم یکم وای میستادم ببینم دور و اطراف چه خبره و مثلا میدم خب این جالبه مثلا یه گام ریز به اون سمت برمیداشتم. و خب مثلا دلیلش این بود که مثلا ایفو کنم منطقی بود این حیوان هم که شکار میکنه حیوان شکار چی رو میبینی این وقتی خب تومه دارن به اونسان میدونم، ولی وقتی تومه این نیست مثلا وای میسن دیگه مثلا انگار تازه تازه مثلا دقیقه فقط آدم من نگاه کنه و من هم انگار یه جوری مثلا کسی بودم که خیلی تومه مشخص شکار هم منو گیر نگرده بودم که بخوام به سمتی حمله کنم، مثلا خیلی انگار با استفای آروم میرفتم که ببینم چی میشه.
بعد اون هم اول که حالا من به این مثلا به این چیزا علاقه من بودم و اینم، خب مثلا با خودم میگم خب من میخوام تو پی اچ دی چیکار کنم، مثلا میخوام ریسرچ هم چجوری باشه و اینا. یادم که مثلا هم اول یه قراری که با خودم گذاشتم، مثلا گفتم اگه من روزی که مثلا دفاع میکنم داره از چی دفاع میکنم، به خودم گفتم من میخوام تشویق کاری کنم تو این چند سال که یه سوالی رو حل کنم یا یه موضوعی رو مثلا بررسی کنم که برای خودم، یکی اینکه معنادار باشه، یعنی به این معنی برای خودم مینینگفول باشه، و دو اینکه برای خودم باز زیبا باشه. حالا برای خودم یعنی هیچ، این برای من کافیه از چیزی که من پی اچ دی میخوام، مثلا نه کمتر نه بیشتر از کمی چیزی که من میخوام. اون 4 سال اول مثلا پی اچ دی که من داشتم، مثلا حالا سعی کردم همه اینا رو مثلا این موضوعات مختلف رو مثلا یاد بگیرم و این ریسرچ رو بکشم، خیلی حس کردم ولی در یک انگار تاریکی سختی، مثلا انگار خیلی نمیتونم دارم به چه سمتی میرم، یعنی همینجوری خیلی پراکنده داشتم واسه خودم چیزهای مختلف رو یاد میگرفتم و اینا. خاطره اقل بگم، من خب بسیم کسا همیشه اینگاه تو ذهن نایی بود که من چه جوری یاد سعی فیلم کم سن چه جوری یاد دوست دارم. توی اندرگرد که بودم یه بار مثلا واسه خودم نشسته بودم، داشتم یه کتاب بود که بودم آقای حمیدی به من داده بود، من مثلا بودم مثلا کسا کم ورقش میدادم، این یه کتاب بود به اسم فکر کنم ریویلد جیومتری، بعد پایش درسته بود که بعد روش عکس یه دونه نردبون بود که این نردبون یعقوب بود، حضرت یعقوب بود که روش فرشتم کشیده بود، یعنی فرشتم مثلا داشت میرفتن بالا، مثلا اشاره داشت به این داستان مثلا حضرت یعقوب که نردبونی و خواب میبینه که به مثلا عرش داره میده، و ازش نشته بود نردبون یعقوب to the modern geometry، یه همچین چیزی. بعد مثلا کتابش دیدش این بود که مثلا از پایه شروع کرده و همینجا مثلا دیگه هر هندسه ای بود و مثلا در یک کتاب کتکنوفی گذاشته بود، و من یادم که اون موقع که مثلا این کتاب رو دیدم یکم چنان همه هندسه هایی مثلا یه حسی داشتم که انگار یک فانتزی بیشتر، مثلا یه مثلا رویای خامی که مثلا چقدر جالب میشد اگر که من مثلا یه مثلا یونانیان هم مثلا مکتب یه مکتب هندسه بود، یه کیانیان یه مکتب بود، من هم تو اون مکتب بودم مثلا رشد میکردم و از این حالا این پله نرده بوده یعنی در اون راستا من میرفتم بالا. بعد من که داشتم یه جوری بعد که مثلا توی حالا پی اچ دی اومدم مثلا علاقه من شدم، مثلا کم کم یکم دید پیدا کردم که چه چیزی تو فیلد رو دوست دارم، حسی که مثلا داشتم بعد شاید چند سال این بود که حسی که مثلا من تو اون رویای مثلا خامی که داشتم یه جوری مثلا انگار به حقیقت پیوسته، و من اون هندسه‌ای که من دوست بهش علاقه من شده بودم و فیزیک بود، هندسه ترستن بود، یعنی حسی کردم که من تو مکتب ترستنم. این 4 سال اول که من دارم از سختی بهش یاد میکنم، اینجا من یه ترانزیشنی داشتم، سال پنجم هم که شروع شد من آفیسم رو عوض کردم، خودم رفتم درخواست دادم و اینا، خیلی هم شانسی ما آفیس همون تک نفره بود، ولی یه جوری از یه راه هایی بود که بینش دیوار کشیده دادم، خیلی هم عجیب بود اینا، مثلا پنجره هاش به هم بوده، یعنی آفیسی که من داشتم دو تا پنجره داشت و دو تا آفیس بغلی، یعنی نه به بیرون نبود و دیگه از اون تایی نوری میومد و مثلا از اون آفیس تایی که بیرون بود اون آفیس تایی بهترینه بود، که مثلا یه دیوار شیشه بود و خیلی ویو خوب و هارواریارد و اونجا اینا، ولی مثلا نورای ما از اونجا میومد. و من یهو از شانس من اون طرف دیگه فارغ التحصیل شد، منم دیدم خالی و دیگه رفتم، من منتظرم به اون آفیس خوبه. بعد مثلا اون داستان خونه که برای من اینجوری مثلا سمبول این بود که من خونم عوض شد، خیلی تو زندگیم عوض شد، این آفیسم اینجوری، وقتی آفیسم عوض شد خب خیلی آفیسم خوشحال‌تر بودم تو اون آفیس جدید، اینجوری مثلا سمبولی که انگار من کارم هم خیلی عوض، یعنی روحو یه ترانزیشن توی وضعیت ریاضی پیش اومده شد. و اینجوری بود که حالا من اون سال یکی از استادا که خوش شاگرد تازه خانمی بود که استاد هاروارد بود و خوش شاگرد استاد من بود تازه اومده بود، این هم چیز جالب بود، من وقتی بودم تا هاروارد هیچ استاد زنی نداشت، فکر کنم قبلا فقط یه باری استاد داشت و
یهو تو این چند سال همزمان تقریبا 3 تا استاد زن اضافه، خانم اضافه شد به دیپارتمان، و این خب مثلا خودم چون یکیشون به کار من لب داشت برام جالب بود باهاش صحبت میکردم و اینا، و اون اتاق سیری من کمک کرد، چون مدل کمکی که من خود خودم ادوایزر که آدم ساپورتیو بود، ولی کمکی که آدم رو کنید جنساش فرق داره، اون یه جوری کمک های اندرشتر میکرد. مثلا اومد من گفت تو اصلا کارات رو رفتی ارائه به جایی؟ گفتن نه. را اومد گفت خوش سمینار داشت، گفت بیا تو سمینار من این کارات رو ارائه بده. و من اونجا اولین باری بود که مثلا حس کردم که، یعنی خب من همیشه در کنج عزلت خودم و تو آفیس و خونه و اینا مثلا ریاضیاتی در خودم انجام داده بودم، حالا فوش به استادم گفته بودم و یکی دو نفر دیگه بچه ها، و اینکه حالا بیام ارائه بدم برام خیلی مثلا چیز یعنی یه گام بزرگی بود که مثلا حالا برای این مثلا اولین، یعنی یادم که اصلا خیلی پراکنده بود ذهنم، بعد میشستم تازه اینا رو تغییر میکردم کدومو چجوری بگم. نگم قبل اون ارائه رو یه هفته تمام فقط داشتم به اون ارائه فکر میکردم، یعنی یه بار همه اینا رو نوشتم و رفتم به یکی این دوستان گفتم، بعد اون گفتش که نه اصلا این خیلی بحثه کلا عوض مثلا اینجوری نگو، و مثلا کلا دوباره همه رو از اول یه جور دیگه آماده کردم با هزار نگرانی رفتم اون روز. و مثلا اون ارائم استادم قبلش گفت من سفر بودم خیلی خستم و افرادگاه من نیم ساعت ارائه تو رو میشینم. بعد دیگه من اونجا که رفتم این مثلا تاکو شروع کردم دادن با حالا یه دلهوره و اینا، وقتی که تموم شد خب خیلی به من چسبید، یعنی یه جوری مثلا من همیشه خب خودم تو آدینس بودم و مثلا 2 سال اول که تاکا رو اصلا نمیفهمیدم یعنی در واقع چه خبره، و کلا آدم مثلا خیلی سر تاک سخت داره دنبال کنم و مثلا خیلی جاها رو نمیدونن چی به چی و اینا، ولی اون موقع انگار این جای عوض شده بود، یعنی من داشتم ارائه میدادم و مثلا حتی اون استاده مثلا سوالی پرسید میگه مثلا اینو توضیح بده و اینا، و این خیلی برام مثلا تجربه جدیدی بود و ذوق کردم، و استادم هم اون و یه جوری مثلا انگار هیجان انگیز شد، مثلا آدم های شوکه از سوال کردن خیلی اکتیو شد، و مثلا استادم 2 ساعت مون تا آخر، و این خیلی برای من مثلا انگار که یه نشونی از این بود که این مثلا تاک خوبی بود. و بعد اون دیگه من شروع کردم این وارد این داستان شدم که حالا من برم کارم رو هی ارائه بدم، چون من سال بعدشم بعد تو جاب مارکت میبودم، و مثلا این اینجاش این استارت هی خورد که من برم مثلا این هی ارائه بدم جاهای مختلف. حسی هم که داشتم این بود که من یه مثلا میام در خلوت خودم در تنهایی خودم یه سری کنجکاوی هایی کرده بودم، یه سری چیزایی فکر کرده بودم، یه حالا از روی اون مثلا یه محصولی به دست ریاضی به دست آورده بودم که اصلا نمیدونستم این اون بیرون چه ولی میخواهد داشت، مثلا کسی خریداری رو یادم، ولی من بعدی نمیدونم یه تو بازار ریاضی دانا نمیدونم دیگه چجوری میتونم تبلیغش کنم، ولی خب خیلی میگم هیچ ایده‌ای نداشتم، چون جنس ریسرچ هایی هم که من کرده بودم خب مثلا بعضی از ریسرچ های جنسی که خب یه سوال خیلی معلومی هست، مثلا یه کالر پیپر سعی کردم به این حمله کردن و راجعه شیزاد دارن، مثلا شما هم کارت اینه که به این سوال پرداختی، ولی من هیچ کدوم ریسرچ های جنس نبوده، یه جوری مثلا از صفرش و مثلا کنجکاوی از صفرش هم مثلا از خودم، یعنی چیزی بود که مثلا جای یعنی خودم شروع شده بود، یعنی به این معنی که برای هر ریسرچی بر اساس پایه روستر ریسرچی دیگه است، ولی به این معنی که اون سوال ها سوال های مثلا بدنومی باشن و اینا. بعد خب بعد من هم دیگه همجوری ها نمیستم چی میشه دیگه، گفتم که آدم اینو بردم یه محصول ریاضی رو برداشته بودم و میرفتم جاهای مختلف ارائه میدادم، و اینجوری هم شد که این ارائه ها خب من چون اولش خب نمیدونستم چیکار باید بکنم که خیلی بهش فکر میکردم که خب چقدر خوب میشم برم ولی نمیدونستم کجا، خیلی اتفاقی اولین بار یه ایمیل یکی از پستاکای قدیم هاروارد به من زد که مثلا من دیده بود و من اوورلپ داشتم اولش، که میخوای بیای مثلا یه کنفرانس تو تگزاس، که من اولین بار گفتم خوشحال شدم که سریع برای استادم فرستادم، استادم گفت مثلا کانگراتولیشن، رو به مام بابام گفتم که اصلا بابام هم نگران شده بود که گفتن آ یعنی مثلا تو الان میخوای بری اونجا توی دانشگاه دیگه مثلا ارائه بدی جلو بقیه و اینا، و
خودم خیلی یادم که مثلا اون برام یه کار نکرده ای بوده شنگم. بعد که دیگه اون رو رفتم خیلی یه دومینوی اینا شروع شده، یعنی اول که خب چند جا مثلا هر جا خودم تبلیغ میدم به دوسته میکرم که برام ارائه بدم، و و خیلی جالب که مثلا آدم ها خوش شروع کردن ریچاپ کردن که مثلا من دعوت میکردن و اینا، مثلا استادایی که میشناختمشون من اینا این پرسه من اونا رو میشناختم، میدونستم که مثلا چه استادای خوبی هم، مثلا اینکه اونا این نمی هم خیلی خوشحال میشدم. و وقتی که خلاصه من خیلی دانشگاه ها لفتم این توی یه بازه کوتاه خیلی هم انرژی میگرفتم، یعنی واقعا انرژی فیزیکی میگرفتم، چون مثلا بعد سفرهای 3 روزه بود و اصلا مثلا هواپیما میشدم یه روز، بعد سوش پوم شدم میرفتم ارائه میدادم، بعدش حالا یه ناهاری شامی که اونا سوال میپرسن و گپ میزنی، فرداش هم برمیگشتم. ولی خب این اصلا یه حسی که من یعنی یه مثلا فایده ای که برای من داشت اینی که من خوخه حسی کنم که انگار واسه اولین بار به این کامیونیتی ریاضی وارد شدم، یه کانکت شدم، چون من قبلش دارم میگم اون خب پندمیک بود یه قسمت پیش، مثلا توی خونه کامل و 2 سال اول این که هیچی و مثلا یعنی من حسی که داشتم که مثلا یه دری بود، من 4 سال فقط پشت این در بودم، تازه این در وا شد و ما اومده بودیم مثلا قاطی ریاضی دانم، و خب این خیلی حال ریاضی من یعنی برام یه رنگ جدید میداد دیگه، یه چپتر جدیدی بود برای خودش. و یه چیز جالب دیگه بود این بود که مثلا کامنت های مثبتی که از آدم می گرفتم، خب من اصلا راجع به کار خودم میگم، از اولا برام مهم بود که این برای خودم زیبا باشه و هیچ توقعی یا هیچ پیش بینی نداشتم که حالا این آیا مثلا توی کامنت ریاضی این چیزا میتونه مهم باشه جالب باشه. که من یادم که یه کتابی که میخوندم این به جمله ترستن رو توش اشاره میکنه، یه توضیح ترستن رو گذاشته بود اول این کتاب که میگفت ترستن، یعنی میگفت اون جمله ترستن این بود که وقتی که برای ریاضیدان یه چیزی، وقتی واسه آدم یه چیزی خیلی مثلا بهش کنجکاو میشه و تو ذهن ما خیلی زیبا و مهم و ایناست، اون من اون چیز مهمیه واقعا تو دنیا بیرون هم، و این چیز خیلی نابدیهی همه که چرا باید اینجوری باشه، ولی تجربه من هم حس میکنم تو ریاضی الان خیلی رو میبینه، مثلا اساسی تاریخی که بعدا همین مثال هایی که دارم خیلی بخواد بعدا این معلوم میشه چقدر مهمه، اینجوری انگار تأکیدی برای این طرف من انگار تو مثل اون تجربه شخصی خیلی رو میدیدم، چون واقعا این چیزایی که من فکر کردم خیلی در خلوت خودم بود و اینکه هم میرفتم تاک میدادم و یکی میمد میگفت این به این چیز رد داره، مثلا کارم اینه، و میگفت که یه چنین چیزی مثلا چقدر میتونه رب داشته باشه، یه سری فایده ها داشته باشه واسه بقیه هم جالب باشه، و اینجوری بود که دیگه یه جوری مثلا من خیلی یه اعتماد به نفسی مثلا پیدا کردم، یا مثلا خیلی چیزا که آدم خیلی تو ریاضی به چیزی فکر میکنه براش معلومه باشه براش بدیهی، یعنی فکر میکنه که چیز بدیهیه، و من بعد مثلا تو تاک ها که میدادم وقتی مردم ازم سوال میکردن خیلی برام جالب بود، چون مثلا فکر کنم دیگه این مثلا یه چیز دو تا چهار تاییه، ولی آدم میبینه که مثلا خب من خودم وقتی مثلا سر تاک برده میگم خیلی نمیفهمیدم، ولی آدم مثلا که وجود خودش نمیکنه که خب فکر کنه مثلا کارهای من بدیهیه، اونا یه چیزای سختیه، ولی خب مثلا بعد میگه که نه مثلا به هر حال میشترم که این 4 سالی که آدم فکر کنه هیچ کاری نکردی انگار که نه مثلا یه کاری انجام شده. توی این سفرهایی که حالا من داشتم و میرفتم، یکی از جالبترین این سفر رو برای من که خودم هم پدرش رو ریختم، پدر بزرگ علمی بود، یعنی من ادوایزر هم کرد بود که مثلا خود ادوایزر رو خیلی دوست داشتم، بعد ادوایزر سالیوان بود، من دون بادون حالا باش مثلا میدونستم راجعش، ولی خب اون یه دانشگاه دیگه بود که من خودم بهش ایمیل زدم که گفتم مثلا من فلانی هم مثلا شاگرد کرد هم و اینا، من میتونم بیام یه روز کارامو برای تو بگم، و یه جوری اینگام مثلا این کار خوشم آمده بود که برم مثلا کارامو برای یکی توضیح بدم، و چون سالی بانا برای آدم مهمی بود باهاش این پلن رو گذاشتم. بعد خیلی سفر جالبی بود، یعنی مثلا من بعد با قطار رفتم اون مثلا پورت
یه پورتی مثلا بغل آب، از اونجا مثلا فری سوار شدم که فری رسیم تو کشتیه، و اونجا هم دیگه رفتم و همین شکلی مثلا برگشتم، و اونجا هم با سالیوان یه روز قرار گذاشته بودم که بگه از صبح بیا آفیس من. بعد که من رفتم آفیس رو شروع کردم کارها رو برش توضیح دادم پای تخت، اونم خیلی با دقت عمل گوش میداد، هر جا سوال میپرسید و خیلی کنجکاوی میکرد، ولی که مثلا با هم گپ زدیم، بعدم رفتیم با هم نهار خوردیم، دوباره برگشتیم شروع کردیم این ریاضیه رو گفتم که اتفاقا خیلی هم یکی هم از ایران به هم گفتش که گفتش یه بار رفته ایران، که گفت من یه بار دعوت شدم ایران، گفتم بیا، من گفت چون مثلا ویزای نگرفتم سخت بودم نمیام، دم گفت تو شهر شهرانی هم به من ایمیل داد که خب مثلا خیلی حیف شد که نمیای، چون که ما اینجا یه گروهی داشتیم مثلا 10 نفر اینا دانشجو که کارهای پیپرهای تو رو میخوندن، و مثلا خیلی حیف شد نمیای. بعد سالوان گفت من که اینو دیدم به خودم گفتن که خب من کجا دیگه 10 نفر پیدا کنم که پیپرهای من رو میخونم، من دیگه سعی کردم نمیام، یه برام میگفت اقدام کردن و ویزا گرفتن، اینه که مثلا خیلی هم تجربه خوبی داشت که از اونجا هم فکر کنم یکیشون همون آشنای شاگرد شده بود. بعد دیگه تا آخر من دیگه همه کارا رو واسه سالیقان تا بعد از ظهرش توضیح دادن، تا شیه گفتم خب این مثلا اینا پروژه های من بود. بعد هم سالیقان پر شد و گفتش خب بیا بزن قدش، این دستش هم گچی، دست من گچی بود اینجا، آرام شما گفت بزن قدش، ولی جالب بود خب هر وقت خواستی بری در آفیس رو ببند، همینجوری رفت که من موندم و آفیس سالیما. حالا من یکم از ادوایزر خودم میگم، حالا ادوایزر من کرت وکنن اصلا خیلی نیاز به توضیحی نداره که مثلا چه آدم مثلا خیلی آدمه در ریاضیات خب مثلا خیلی آدم شناخته شده یه بوی که مثلا چه آدم به حال مثلا خاصیه و اینا، ولی یه چیزی که شاید مثلا تجربه شخصی من بود، من همون اولین روزی که کرت رو دیدم و مشخصا آدمی بود که مثلا خیلی در ریاضیدان خیلی ویژه بود، اینا مثلا میدونستم که و خیلی آدم تو حالا مثلا کامیونیتی ریاضی آدم خیلی معروف و شناخته شده و اینایی بود، لول کاریش و همه اینا رو میدونستم، ولی اولی بار که دیدم این خیلی به من حس میدونم که این خیلی، یعنی انقدر یه آدم ویژه بود از همه جهات، یعنی شخصی انقدر شخصیت ویژه ای داشت و یه و نمیدونم واقعا چجوری بگم، ولی مثلا مدل حتی حرف زدنش، نگاهش، فکر کردنش و اینا، انقدر شخصیت کرکتر بولدی داشت که این اصلا وقتی الان اطرافش بود، یعنی انگار این تو این ویژه بودن این تو هوا پخش بوده، یعنی اینو حس میکرد، و من مثلا فکر میکردم خب این اولین بار اصلا این براسه حرف زدن با آشو یکم سخت میکرد، مثلا یکی آدم حس میکرد در حضور یه آدم انقدر ویژه ایم خیلی مثلا حرف زدن خودم برام سخت میشد و اینا، ولی خب همزمان یه ذوق زیادی دید. مثلا هر بار که رفتم آفیسش اصلا ذوق زیادی میکردم و اینا، و به طرز عجیبی من هر بار نمیدم بهش حالم بهتر بوده، مثلا دوست داشتم برم ریاضی انجام بدم، و این واقعا وایبه بود که این آدم داره، و این تا آخرین روزی، یعنی بعد 6 سال که من ازش خود روزی هم که رفتم بعدش خداحافظی کنم، این حسه عوض نشه، این همچنان اصلا اتمسفر دوره من برای من یه اتمسفر خیلی ویژه‌ای بود، یعنی خاص بودنش هیچ وقت برای من اگه پردنگ تر شد مثلا برای من عادی، هیچ وقت عادی نشد حرف زدن با این آدم، اینقدر همیشه مثلا اینکه این یه کرکتر خیلی خاصی داره بولد بود، هیچ وقت این چیز عادی نشدش، و خب خیلی خیلی برای من، یعنی واقعا بیشتر این چیزی که بودم خیلی اصلا برای من خیلی افتخار آمیز بود، اینکه اصلا باش چون مثلا این نگاه خیلی خاصی به ریاضیات داشت، نمیدونم چجوری بگم، خیلی مثلا لولی که فکر میکرد اصلا از آن درگیر نیستن مثلا این کار رو کنیم پیپر بدیم، این کار رو کنیم ریزار بدیم، مثلا هدف اصلیش کنجکاوی بود، مثلا من چیز هایی میگفتم خودم شرمنده میشدم، مثلا اون رو اینو الان اینو بنویسیم، بگم الان فقط مثلا به این فکر کنیم و بفهمیم، کاری که کلا که خیلی کاراش تصویریه، یعنی تصویر ذهنی داره راجبه یه چیزی که اصلا باورتون نمیشه که کاملا جبریه، مثلا میگم یه گروه داریم مثلا یه گروه نقاشی، مثلا من همیشه اولا شوکه بودم، میگفتم یه فلان چیز من شوکه یه نقاشی کشیده دارم، مثلا بعدا کم کم فهمیدم کلا همه چیز رو ذهنش یه تصویره اصلا، نه خب من خودم خیلی اینو مثلا ریاضیات یه چیزی که همش تو ریاضیات دنبالش بودم، نه دارم مثلا لیسانس با
با خودم فکر کردم سعی بود که تصویر داشته باشم و که سعی بود یک چه آدمی حالا در مقابلم بود، خیلی برام هیجان انگیز بود. و اینکه مثلا این حالا من این گفتم که مثلا اولش خب طول کشید که پیدا کنم چیزی که دوستم، خیلی آروم آروم میرفتم کیف مومنی ادوارد خیلی به من اجازه رو میداد، چون نگاه که خوش داشت خیلی آزاد بود و ما مثلا استادای دیگه بودن که خیلی جور متفاوتی ادوایز میکردن. ما استاد داشتیم که مثلا 7 تا شاگرد داشت، 11 تا شاگرد داشت، میدونم یکی یه از زیادی شاگرد داشت، این داشت من هر هفته اونا رو میچی که هر هفته هر کدوم رو ترک میکرد و اونا هم خب بعضی هم اونجوری واقعا ترجیح میدن، یعنی نه با بچه ها حرف میزدن، ولی با مدل من انگار که کرد خیلی مچه خوبی بود اصلا مدل، یعنی چیزی که خودش دقیقا میگفت اولش این بود که تو باید کاری کنی که از قلب دوست داشته باشی و اینکه مثلا و این انگار چیزی بود که من دنبالش خیلی فاصله داشتم ازش، ولی چون چیزی بود که منم دنبالش بودم این لحاظ خیلی بچه خوبی بود برای من. من میگم یه مثلا کنجکاوی های خیلی ناوی داشت و همه ریاضی ها اصلا خیلی ارزشمند میدونست، هیچ وقت به تو این حسو نمیدونست که این ارزش کمه. باز من مثلا تو استاد دیگه میدم چیزی نیست که، یعنی آدم به آدم فرق داره و خیلی مثلا درک انگار ارزشمند بود برام که اگه من اولش خب آدم خب ریاضیات هرچی میگذره خب ادوانس تر مثلا شروع به فکر کردم، من اولش با اینکه خیلی چیز داره شد بدیهی رو میرفتم تو آفتش بود مثلا اینجا خود وقت من نمیزد و مثلا واقعا خودش درگیر اون، یادم مثلا یه بار اولی اثبات کردم مثلا یه شکل بود، یعنی فقط این بود که مثلا دایره رو هم میکشیدیم، من فقط داشتم سعی کنم به این بگم مثلا این دایره رو میکشی بعد چقدر مثلا این بر بکشی چقدر، و مثلا یه دایره هم با دلتت این رو دنبال میکرد و حتی مثلا من رو تشویق کرد بیا این رو بنویس و اینا. و خب در نهایت یعنی واقعا یه خوش شانسی من بود که مثلا ادوایزر این مدل با این مدل حالا مسیری که من داشتم که خیلی مدل خودم بود، اون آدمی هم که در مقابلم بود خیلی اجازه میداده من که من مدل خودم باشم. و یه چیزی که من بودش خیلی اصلا خیلی مثبت بود به زندگی، اصلا من میدونم شوق زندگی افزایش پیدا میکرد که من دفاع هم وقتی قبل اینکه مرد به من بدن مدرکی که مثلا تو دوز دفاع یا چیزی امضا میکنن که میگن تو پیشتی تو گرفتی، تو جمله ای که گفتم که مثلا every single time که من که تو میچ میکردم بعدش راجع به زندگی آدم مثبت تری بودم. من آخر سال پنجمم تولد برسته کنفرانس همه استادم بود که حالا تو ریاضی بیشتر من تو رشته دیگه خیلی نشدم راست، تو ریاضی است رایجه که مثلا استادم مثلا فرقی اگه یا دانشمند مهمی باشه مثلا 60 سالگیش یا 80 سالگیش یه سنی براش کنفرانس تولد میگیرن که یه کنفرانسی که ولی آدما همش مثلا آدمای فیلد میان مثلا یه جوری کالای مربوط به اون مثلا کالایی که ایلوشن حالا اینسپایر شده یا رب داره به اون آدم رو میگن و این خوششانسی هم بود که این مثلا این برده کنفرانس افتاد دقیقا آخر سال پنجم من، چون همین که خب اون دوران خوشتری از ریاضی من بود، من انگار چون خودم حالا مثلا تو یه ریاضی برم جدی تر شده بود و یکم روشن تر بود بهتر چیزا رو میدیدم و میتونستم مثلا لذت ببرم، یعنی شاید اگر مثلا سال اول من بود من هیچی همون کنفرانس نمیفهمیدم، ولی اون موقع دقیقا پیک بهترین زمان برای من بود و خب این خیلی خوششانسی من بود. و این طرف دیگه مثلا آدم همه آدم های فیلد اومده بودن، خب خیلی جالب بود مثلا آخر فیلم که همه کرکتر رو با هم جمع میشن دیگه پایان خوششه، خب مثلا همه کسایی که هم مقاله هاشون رو خونده بودن مثلا خیلی جالب بود و مثلا آدم هایی که مثلا میدونستم یکیشو مثلا کسرا رفی بود که از استادای ایرانی که من خب همیشه میدونستم تو فیلد ما کانکشن خیلی مهمی بود که مثلا با آقای کسرا رفی صحبت کردم و خیلی هم کمک کردن و اینا. و اینکه مثلا خب آدم های مختلف رو انگار میشناختم و اونا من رو میشناختم چون من با اوضا تنها دانشجوی استادم بودن و باعث که اونا هم انگار که منو یادشون بمونه وقتی مثلا میپرسیدن اگه من خودم معرفی میکردن. شب آخر روز آخر شبش یه شامی اینا ارگانایز کرده بودن که این شامه توی موزه نچرال هیستوری هاروارد بود و مثلا همه کنفرانس آدم های کنفرانس نبودن، کسایی رو
که به استادم همکارای نزدیکش یا شاگرداشو دعوت کرده بودن، یه گروه کوچیکی رو دعوت کرده بودن که خب اون شب توی موزه هاروارد مثلا این قاطی اسکلت های چون اونجا مال مثلا چیز بود مثلا حیواناتش می اسکلت های بزرگ حیوان مثلا میزه گرفت گرفت چیده بودن و میزه اسلام رو گذاشته بودن و دیگه بعد مثلا یه جمع خیلی صمیمانه ای بودش و همه می اومدن مثلا روی یه پروژکتور عکسای کرت می اومد، بعد از اون بر مثلا می اومدن هر کی می اومد یه خاطره می گفت، اصلا خاطرات در این لول بود که مثلا یکی من گفت من 30 سال پیش فرانسه که تو فلان کنفرانس بودیم کرت مثلا این شعر رو راجع به فلان چیز ریاضی ساخت و مثلا به فرانسوی مثلا یا کلی مثلا فرانسوی و شعر رو که حالا ساخت و میخوندن مثلا یه جمع خیلی واقعا یونیکه مثلا صمیمیه و آدم ها خیلی این صمیمیت رو باشه که حس خیلی خاکی بودن مثلا به عنوان مثلا جایی که آدم فکر میکنه الان همه یه آدم های مهم فیل جمع شده، اصلا این جمع نبود که آدم مثلا هرکی بخواد خودشو نشون بده، انگار که فقط واقعا اومده بودن تولد بگیرن برای یعنی واقعا این حس رو میدن. و خب من انقدر اون شب یعنی اون شام برای من مثلا معنادار بود و مثلا اون لحظه و لحظهش که مثلا میده انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم که هیچ عکسی هم ندارم، یعنی انگار همش داشتم سعی میکردم اینا رو تو ذهنم مثلا هر لحظهش رو حس کنم و ثبت کنم. و که دیگه آخرین نفرم که مثلا استاد هر که رفت مثلا صحبت میکردن و اینا که آخرین کسی هم که صحبت کرد استادم بود که اسم اون کنفرانس بود The Secret of Infinity. استادم رفت حالا مثلا راجع به خوش تشکر کرد از سالیوان تشکر کرد، سالیوان هم اونجا بود، از سالیوان هم مثلا گاهی برمیگشت من یه لبخندی میزد انگار که واقعا مثلا نمش دیده و اینا. بعد استادم مثلا خودش میگفتش که من خیلی مدیون سالیوانم که اگه اون نبود چندان ریاضی رو ادامه نمیدادم و اینها. و خب این خیلی برای من جا. یعنی این که یعنی من خودم انگار وابسته مدیون استادم بودم و حالا استادم و این که مثلا یه جوری یه خوششانسی دیگه که مثلا اینا همه جور شده و اینکه مثلا حالا من اونجا و من هم کوچکترین آدم اونجا بودم چون میگم همه مثلا همکارای خیلی سینیور بودن مثلا 20 سال 30 سال نه هم میشناختن در شاگردای استادم، خب من کوچکترینشون میشدم و من یه جوری حس خوششانسی میکرد که مثلا اینجا الان ای من الان با این که کوچیکم ولی تو اینجا هم یه جوری نشستم. بعد استادم هم شروع کرد دیگه آخرش که مثلا صحبت کرد گفت هیچکی الان ولی نگفت چرا اسم این کنفرانس هست سیرکل از اینفینیتی یعنی چه دایره بی نهایت و گفت ولی حالا من دلیلش رو بگم تو همه ما که مثلا اینجای ما با هم کار میکنیم و اینا مثل یه آدم های مثل خانواده هست که دور یه دایره ای و دایره های عادی همه مرکز داره ولی دایره بی نهایت تنها دایره یه که هیچ مرکزی نداره، مثل ما که هیچی مثلا مرکز نیستش. و خب خیلی قشنگ بود چون اینگاه که همه اون چند روز همه چی بود و استادم بود و اینکه خودش این نگاه و اصلا سعی داشت یه جوری بگه این به قشنگ در این شکل انگار این نگاهش رو گفت که خودش چجوری فکر میکنه. و بعد من که اونجا بودم مثلا مثلا همه همین ها رو میدیدم ذوق میکردم و خودم یاد همه مثلا یعنی چیزایی که الان مثلا تعریف کردم از قدیم مثلا انگار میمت تو ذهنم و اینا و مثلا یادم که یه چیزی که با خودم فکر کردم بود که خب من مثلا وقتی حالا شروع کردم المپیاد خوندن یا همون تحصیل ریاضی و همه این کارا که کردم تا مثلا امروزی که اینجا هم که نمیدونم آیندهش چی میشه، مثلا من اصلا بعدا ریاضی نخونم نمیدونم بعد پست هم چی میشه، ولی از اون مسیری که شروع کردم این راه یه راه 13 ساله بود. من فکر کردم که چیزی که به خودم گفتم این بود که اگر 13 سال بعد طول میکشید که من امشب بتونم اینجا باشم و توی این آدم باشم حسن این بود که واقعا میعزید همین.
اون داستانی که اونجا می نوشتی اگر چه جایی منتشر نشد، ولی تو رو آماده کرد که داستان خود انقدر خوب بگی واقعا. یعنی من هیچی سوال برام نمونده، خیلی کم مونده. یکی هم خودت پیش بینی کردی؟ ببین یه جوری در مورد ریاضیاتی که انجام دادی، یه جوری که به یه زبونی که اون بچه‌ای که الان داره کانال تلویزیونش رو این ور اونور میکنه که ببینه چیزی در واقع کدوم کانال بهش میخوره، توضیح میدی؟ خیلی قصد ندارم مثلا تز خودم رو بگم و اینا، ولی قصدم ستینگ کار رو بگم، بگم مثلا چه جنس ریاضیاته. خب این داستان از این قراره که ما وقتی میگیم توپولوژی، انگار داریم راجع به خمیر بازی صحبت میکنیم، میگم میشه با این شروع کنیم که مثلا ما این جسمی داریم مثل خمیر، میشه کشش بدیم و مثلا جمعش کنیم و اینا. بعد توی توپولوژی خب یه سوال مهم بوده که ما وقتی یه رویه داریم، رویه یعنی یه چیزی مثل سطح، یه چیزی که دو بعدیه، مثلا سطح پرتقال، سطح هر چیزی که داریم اون سطحش. اینا مثلا چجوری توپولوژیشون، یعنی اگه خمیر بودن جمع و اینا میشه مثلا چجوری کلاسیفایشون میتونیم بکنیم، به چند چه شکلایی میتونیم بگیریم. و خب داستان اینه که خب این کلاسیفاید شده، مسئله مهمی هم بود در زمان خودش، که حالا با یه شرط هایی که روش بذاریم، ما یا واقعا مثل پوست پرتقالی کره میگیریم، یا مثلا یه پوست دونات میگیریم، یا ممکنه دونات هایی بگیریم که به جای یه دونات عادی که ما داریم یه سوراخه، مثلا ممکنه دونات دو سوراخه سه سوراخه اینا بشن. ولی با اون شرط هایی که بذاریم، بالاخره هر شکلی که یه رویه باشه یکی از اینا میشه. بعد حالا تا اینجا شد توپولوژی. مرحله بعدی اینه که خب اینا هندسه های جالب دارن. وقتی میگم هندسه یعنی فاصله متری، یعنی مثلا زاویه، اینجور چیزا، کوتاه ترین خم مثلا چیه، این جور چیزا. بعد خب اونی که شکل کره است، فهمیدن ما میتونیم روش هندسه کروی بذاریم، یعنی هندسه ای که خمیدگیش تو هر نقطه یکه، و همون هندسه کروی که میشناسیم. و خب جالبه و مثلا خواص خوش داره و اینا. رو دونات هندسه جالبی که میتونیم بذاریم هندسه فلاته، یعنی جایی که کروچر صفره، خمیدگی صفره. هندسه فلاته همون هندسه اوکلیدوسی، هندسه که تو مدرسه داشتیم. و مثلا با یه شکل ساده ای میشه دید که ای مثلا ما میتونیم این تورسه رو مثلا این دوناته رو روش این هندسه اوکلیدوسی تور داشته باشیم، یعنی خط های صافش مثل همون خط های مثلا صاف روی صفحه باشه و این داستانا. وقتی که حالا این سوراخش رو دوتا و سه تا بیشتر اینا یه کشف کردن که ما میتونیم روی اینا نمیشه هندسه کروی گذاشت، هندسه فلت هم نمیشه گذاشت، یه هندسه دیگه ای میشه گذاشت که اون خمیدگیش منفی یکه. حالا این خیلی منفی یک مثلا شهودی بخوایم بگیم، یعنی مثلا اینگاه تو هر نقطه مثلا زین است، مثلا یه برمیده بالا یه برمیده پایین، یه همچی شکلی. و این هندسه خیلی روی، یعنی روی هم یه دونه مثلا یه دونه دونات مثلا دو سوراخه، حالا تا سوراخ بیشتر، هزار مثلا بی‌نهایت جور از این نوع هندسه ها میشه گذاشت. ولی ما هر کدومو بگیریم خیلی غنیه، خیلی ریچه، مثلا داستانای خودشو داره و خیلی مثلا این خوش عجیبه دیگه که چرا مثلا انقدر و اینا، چرا انقدر مثلا غنی میشه این چیزا، ولی خب میشه دیگه. و خب این یه فیلد دیگه بهش میگن هایپربولی، اون هندسه‌ای که میذاریم میگن هایپربولی، و اینا به اون رویه هم که روشون هندسه رو گوشتیم میگن هایپربولیک سرفسس. و دیگه یه دنیاییه که مثلا توش هزار جور سوال میشه پرسید، و یعنی یه جوری بررسی اینا هست. این چیزی که من گفتم علاقه من شدن همین هایپربولیک سرفس ها بود، که من خب خیلی علاقه من شدم مثلا خمای روی اینا، مثلا این خمای بسته ای که روش حالا وجود داره چجوری همو قطع میکنن و چند بار همو میتونن قطع کنن و یه داستانه مثلا اینجوری، یعنی که این نقاطی که روی این مثلا رویتون رو دونات و چند صورت خطونی خمایی که میکشیم همو قطع میکنن کجا ها ممکنه باشن، مثلا یه چیزای این شکلی. ببین خیلی پیش میاد و من این تجربه رو خب موقعی که خیلی ریاضی بیشتر از الان انجام میدادم، مسئله حل میکردم، درگیر مسئله اینو بودم، خیلی داشتم واقعا این که احساس میکردم یه مسئله که میخواستم حل کنم، احساس میکردم که مثلا تو با یه رقیب روبرویی، مثلا تو داری نمیتونی حلش کنی، مثلا که داری شکست میخوری از اون رو، بعد یه جوری بعد تو در واقع این فشار روانی رو کنترل کنی دیگه. خب این که در واقع تو با یه مسئله رو بری، طول میکشه، ممکنه گیر کنی، بعد احساس میکنی مسئله داره شکستت میده. چجوری این فشار روانی رو کنترل میکنی؟
فشار روانی که قطعا خیلی زیاد وجود داره، فقط یه مثلا من دیدی که داشتم حالا از همه اول چه خیلی رقیب نمیدیدم، چون ریاضی از خودم اصلا از اول بهتر میدونستم، یعنی امکان دنیای ریاضیات خیلی مقدسه برای خودش و این دست و پنجه نرم کردن مثلا من آدم بهتری میکنه اینجوری. و یعنی اون شکسته اینجوری هم که از اون شکست بخورم، انگار که خودم شاید با خودم کم می آوردم. و ولی خب این خیلی جدیه، یعنی اینکه حالا من هم تو المپیاد که مثلا حالا تو اسکیل کوچیک‌تر، مثلا المپیاد فکر کنم اسکیل خیلی کوچیکه، 4 ساعت امتحان آدم 1 ساعت فکر کرده بعد گیر میکنه که من قبلا گفتم خیلی پیش، یعنی اصلا یه چیزی که یه جوری، یعنی تفاوت اون وقتی مثلا که همه مثلا درس می‌خوندن اینا و مثلا اون رقابت های آخر اینجا خیلی معلوم شد که مثلا تو چقدر میتونی استقامت کنی روی این فکر کردن. و این توی پیشتی هم که خیلی سوال پرتکراریه، یعنی من توی مثلا دوستای حالا همون سال اولی ها یا الان حتی مثلا با کسی که الان تازه پیشتیشون شروع کردن تو دانشگاه همون همین این هاروارد بودم باهاش صحبت میکردم و همه انگار این سوال هم که خب ما مثلا چی کار کنیم، که حتی یکم جدیتر ریاضی اینجوریه که خب ما باید سوال پیدا کنیم، مثلا طرف میگه خب من این همه میخونم شاید سوال پیدا نکنم، حالا حل شدنش که مرحله بعدی، یعنی یه نظر منتالی خیلی یه فشار اینجوری وجود داره در ریاضی که حالا من اصلا همه سوال رو پیدا کنم بعد حلش کنم. حرفی خب جوابای خوش رو داره، من یکی اصلا راجعه به یه بازی سرچ کرده و یکی اصلا کم بخونم و اینا، یه راهی که خیلی میگن کلن توی حالا ریسرچ ساینس این بود که مثلا اون مقاله که اندازه مثلا میگوش خیلی مهمه که آدم بتونه مثلا حمله کنه و یه جوری ذهنش رو دیسکانکت کنه و مثلا یه کار دیگه بتونه مثلا، یعنی انگار هی همش پشته هم من انگار خسته میشه، یعنی که مثلا حتی دو تا پروژه رو پیش ببره که یکم به این فکر کنه. و اینا تو صحبت با خیلی آدم، با خیلی استادا که صحبت می‌کردم مثلا قبل اینکه بیام داشتم با کامران و کامران وفا خدافظی می‌کردم، این سوالو پرسیدم که مثلا چجوری ریسرچ رو پیش ببرم، مثلا گفتن چند تا پروژه رو انجام بده که هی بتونی بپری از این به اون، که اگه این پیش نرفت بتونی این پازا رو داشته باشی. یعنی اینه، حالا مثلا واسه من تو پیشتی خیلی ناخودآگاه سر این اتفاق بود که مثلا من مشکل شماره یکم مشکل مهاجرت و چیزایی دیگه بودون اولش که خب ناخودآگاه ذهن مثلا یکم به ریسرچ فکر کردم دوباره میرفت سر اون سوال اون مشکلا و خیلی انگار طبیعیه این پازه میافتاد. من خیلی این سختیه این که ریسرچ چقدر پیش نمیره خیلی مثلا کمتر به چشم میومد. ولی یه چیز دیگه هم که هستش اینه که من فکر کنم یعنی شاید همه ریاضیدان ها تر یعنی خواهد ممکنه، یعنی من فکر کنم خیلی از ریاضیدان ها شاید تر قلبشون به این یه ایمانی دارن که مثلا یه چیزی که انگار که نه به خودشون، به این که مثلا این که اصلا ریاضی چرا باید قشنگ باشه ما فرض میکنیم، ولی مثلا انگار که وقتی آدم مثلا یه باوری داشته باشه که نه این یه چیزیه که توش مثلا پترن وجود داره، توش چیزایی که قشنگ داره قشنگ، چیزایی که وجود داره قشنگ مینینگفوله، اگر من فکر کنم این خیلی باعث میشه که مثلا اون طرف چون اگر آدم مثلا یه جایی لاسته و ممکنه اینجا هیچ چیزی وجود نداشته باشه هر چقدر باورم خیلی فرسایشی میشه، ولی اگه شما یه جایی باشید حتی لاست باشید ولی بدونید که من یه سرزمینی وایسادم که اینجا مثلا یه چشمه های زیادی وجود داره، مثلا یه جاهای زیادی وجود داره که مثلا من بهش میتونم برسم کشف کنم، اون موقع اون یکم اون تحمل اون گم شدنه و وقت ازدارم شدنی میشه. خب میدونم که الان دیگه وارد چیز شدی، دیگه وارد دنیایی شدی که دیگه استاد راهنماد نیست و یک زندگی آکادمیک جدید برات شروع شده، فکر می‌کنی چقدر آماده ای براش؟ من مثلا یعنی آماده بودن خیلی به نظر من حرف بزرگیه، یعنی که انگار که من آماده بودن خیلی ادعای خیلی بزرگیه، من به اون معنا آماده نیستم، ولی من به این فکر می‌کنم که آیا من دست خالی مثلا اینجا وایسادم یا چیزی برای حداقل یک چیز
برای چنگ زدن وجود داره. من فکر می‌کنم اون یک چیز برای چنگ زدن برام وجود داره و میتونه کافی باشه. فکر می‌کنم این همونیه که مثلا من فکر می‌کنم حداقل توی پی‌اچ‌دی اون ریاضی که مچه بوده رو مثلا پیدا کردم.